سلام دوباره، خیلی خوش آمدید. آنچه که دیدید گزارشی بود از سال 92 به این ور و اتفاق مبارکی که عزیزانم در مؤسسه مصاف زحمت کشیده بودن و همت کردن موضوع شب احیا رو در شب ولادت امام زمان از جلال تعالی فرجه و شریف جا انداختن و این جلسات مختلفی بود در شبهای ولادت امام زمان برگزار شد که از هر کدوم تیکه هایی دیدید و امشب هم یکی از اون شبها است. خب آقای دکتر رافی پور عزیز خدمتشون هستیم استاد، خیلی خوش آمدید. قربان سلام، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم فرستن میلاد پر از خیر و برکت امام زمان عجل الله رو. انشالله خداوند امسال و سال ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. و سالی بود که ما با نیمه شعبان شروعش کردیم و با نیمه شعبان هم تمومش کردیم. ما دو تا نیمه شعبان داشتیم این سال. من فایلامو که اسم گذاری میکنم دیدم عجب احیای نیمه شعبان 1400 دارم. من که باز 1400 دیدم اول سال بود. انشالله این پرانتز مهدوی که این سال قرار گرفته بود سالش بله باید حداقل انشالله خدا من سال ظهور قرار بده انشالله. آقای دکتر قبل از اینکه صحبت کنیم من خواهش میکنم جوانا ویژه امشب رو پیگیری کنن، حتما ماندگار میشه در ذهنتون آنچه که آقای دکتر و استاد مطرح میکنن. قبل از اینکه موارد رو با هم جلو بریم که بحث خیلی مهم میخواهیم داشت، خیلی استقبال خواهید کرد، یه اشاره بکنن که این اتفاقی که برای بچه‌ها کنار شما همت کردید برای اینکه شب احیا جا بیفته یکی دو دقیقه توضیح بدید بریم سراغ. من خدمتتون عرض کنم که خب احیای نیمه شعبان وجود داشت، ما تو مفاتیح هم داریم توصیه شده و بعد از شب‌های قدر اصلا یکی از گزینه‌های شب قدره، خودش یکی از عزیزترین و پربرکت‌ترین شب‌هاست و چه بسا دلیلش و از نظر بنده که همینه، حالا چه بسا دلیلش همین تولد و میلاد آن منجی وعده داده شده الهی است. خب ما می‌خواستیم یه در طول سال مثلا یکی دو تا شب برای امام زمان عجل الله و شبهای احیا بگیریم به نیت استغفار از گناهان مانع ظهور. و من خودم خدمت خیلی از مراجع رسیدم شخصی، اون عزیزانی هم که حالا فرصت نشد وقت جور نشد استفتا کردیم، همه موافق بودن. یکی از مراجع بزرگوار فرمودن که وقتی خود نیمه شعبان هست اینو تا همون نیمه شعبان قرار بدید، شب دیگه رو قرار ندید. این ما هم اطاعت کردیم و عرض کردم قبلش حالا تک و توک میگرفتن، اما امسال من خودم واقعا باورم نمیشد، حالا با وجود کرونا و اینکه حالا مراسمات معمولا کنسل شده یا خیلی کم شده مراسمات مذهبی از این جنس، واقعا هماهنگی دست اندرکاران برنامه خیلی سخت بود. یعنی ما با هر کی تماس میگرفتیم گفتن ما خودمون احیا داریم نمیتونیم بیایم. خب نشون میداد که الحمدلله فراگیر شده، حتی خارج از کشور هم بله آلمان برگزار شد، امریکا برگزار شد، افغانستان برگزار شد، عراق برگزار شد، تو مناطقی که حتی برادران اهل سنتمون زندگی میکنن. خب ما با اهل سنت در موضوع مهدویت اشتراک داریم، در اینکه اون منجی مهدی است و از فرزندان امیرالمومنین حضرت زهرا شکی نیست. حتی این داعشی ها هم اگه دقت بفرمایید عمدن این بزرگانشون رو عمدن هاشمی القریشی اسم میگذارن، یعنی میگن سیدن، یعنی مدعی اینن که مثلا مدعی مهدویتن، مدعی در واقع ادعای آخرالزمانی دارن. خب الحمدلله در واقع جا افتاد این مطلب و اصلا دیگه همین بحث تجربیت با امام زمان عجل الله در نهم ربیع بود که به عنوان عید بیعت در واقع شناخته میشه. اینم عرض کنم تمام موارد یه ستادی وجود داره به اسم ستاد عالی ساماندهی فعالیت مهدوی که تو همین جمکران برگزار میشه جلساتش. تمام اینا تصویب شده، یعنی حوزه نظرش رو داده، سازمان تبلیغات نظرش رو داده و دبیرخانه‌اش مؤسسه مصاف انتخاب شد برای این دو برنامه. حالا انشالله که خود آقا ظهور بکنن و آره چون ما فردا هم در گلزار شهدا به گلزار شهدا به زهرا مراسم استغاثه بر ظهور داریم، آخرین جمعه قرنه و یکی از به قولی که دوستان گفتم ان شاء الله آخرین استغاثه بر ظهور باشه ان شاء الله. چون آره آقا صاحب ازمان خودشون ظهور بفرمایند به حال
قبل برنامه داشتیم با استاد صحبت میکنیم در مورد خطبه قدیر که رسول خدا چقدر در این خطبه در مورد حضرت مهدی صحبت کردن، در مورد ظهور صحبت کردن و و و اینکه بالاخره کسی است که همه پیشینیان قبل از پیامبر، خود پیامبر فرمودن که قبل از من همه پیشینیان وعده او رو دادن. و خب بریم سراغ بحث امشب. حتما خواهش میکنم دقت بفرمایید، مباحث خیلی خوب انشالله مطرح خواهد شد. ما راجع به محور کلی صحبتمون با استاد راجع به وظایف در واقع یاران حضرت هست که ببینیم چه کار باید بکنیم، چه کار نکردیم، چه دقت‌هایی بکنیم در زمان معاصر تا بتونیم انشاءالله جزء منتظران واقعی باشیم و عملگرا باشیم برای ظهور حضرت. استاد ما در خدمت شما. بله خواهش می‌کنم. ببینید یه نکته جالبی در تشیع وجود داره، این که آرمان خواهی و عملگرایی رو به هم آمیخته. ببین مهدویت آرمانی ترین موضوع بشره. دنیایی که نه توش مریضیه، نه توش جنگه، همه در کنار هم راحت زندگی میکنن، حتی یه گرگ و گوسفند کنار هم زندگی میکنن. از مزامیر داوود شما بگید، ما اینو داریم، یعنی در کتب یهودیان و یهودیان و مسیحیان و اسلامی هم شیعه و سنی نقل کردن. خیلی آرمانیه، اما اینو به عنوان یک مسئله دست نیافتنی شبش نگاه نمیکنه، کاملا عملگرایانه باید بهش نگاه کنه و دست یافتنی و برنامه‌ریزی کنه برای اون. از سمت دیگه مهدویت مساوی با انفعال هم نیست. بشینیم خدا آقا میاد، اصلا اینطور نیستش. برای همین اسمش گذاشتن عمل، افضل الاعمال، یعنی بهترین عملها، انتظار الفرج. اگه نشستن بود یه کنجی، حالا من به شوخی هم عرض میکنم، میگم بعضی فکر کردن انتظار مثل این کار کردن برره یاست، یه گوشه میشستن نخدا خودشون مثلا بار بیاد. نه، واقعا کنشه، اکته، داینامیکه، پویاست. و از سمت دیگه باز از اون طرف، یعنی ما یه دو سوی انحراف داریم. یه جریان غیر تمهیدیون که میگن اصلا ما هیچی نباید تمهید کنیم، ممهدین اللهم به تمکی نده. ممهد چجوری؟ ما اونجا میگه نفر تمهیدا اندیشتن برای قتل امام حسین برنامه ریخته، میگه هیچ برنامه نباید بریزی، هر ما خدا آقا خاص، خدا خاص منجر میرسونه. اگه قرار خودش خود منجر رو برسونه، خب ما چیکاره ایم؟ برای چی برای ما ثواب؟ ما همینجوری فقط بشینیم بغل نگاه کنیم دیگه. خب بعد میخواد 200 سال دیگه ظهور بفرمان، میخواد 300 سال قبل ظهور میکردن، هیچ نقشی قائل نیست. همین اشتباه. یک نگاه هم نگاهیه که صهیونیست‌ها دارن که اونا به انحراف اصلا کشیدن، این که میگفتن ما باید، حتی اوینجلیست‌های آمریکایی صهیونیست مسیح هم همینجوریان، اینا میگن که ما باید شرایط ظهور مسیح رو فراهم بکنیم، چون یهودی‌ها هم به منجی میگن مشایا، مسیحا، مسیحا میگن مسیح. برای همین اونا میگن فعلا مسیح ظهور کنه، دعوا نداشته باشیم، بعدا ببینیم همون مسیحی که دفعه قبل اومده بود به صلیب کشیدیمش یا نه جدیده. این دعوای یهود و مسیحیت. اونا میگن ما شرایط ظهور رو باید فراهم کنیم ولو آدم بده باشیم. یعنی به فرض شما مثلا میگی که از نشانهای ظهور مثلا اینه در فلان جا 100,000 نفر آدم کشته میشن، میگن بریم 100,000 تا رو بکشیم. یه خود آدم کشتن که کار خوبی نیستش که، میگن ایبی نداره، ما اونو باید زودتر فراهم بکنیم. برای همین بعضی از دوستان میپرسن، میگن آقا شما چجور داعش رو مثلا تونستی پیش بینی بکنی؟ گفتم من چون نقشه اونها رو میدونستم و بررسی میکردم کتب اونها و برنامه‌هاشون رو، میدم اینا میگن خب قبل از ظهور باید فلان اتفاق تو منطقه بیفته، 7 سال باید بیان سر ببرن بالا پرچم‌های سیاه و نمیدونم چه و چه و چه. خب اونا کارشون رو در واقع عملیاتی کردن. یا حتی شما مستحضر هستید، ما در پیشگویی‌های یهودیان شهادت امام حسین در کنار فرات رو داریم به صراحت، که در سرزمین عراق در کنار فرات خدا ذبیحی دارد، تا لفظ عبریش هم ذبحه، ذبح. بعد اینها دوست داشتن اون کسی باشن که ذبح میکنه. بله، ما حالا من مفصل اینو قبلا صحبت کردم و عزیزانی که در واقع مستمرتر عرایض منو گوش میکنن میدونن چه عرض میکنم. اینکه نقش یهود در شهادت امام حسین بسیار کلیدیه و بسیار پررنگه. حالا ما چون هم اون طرف رو به قول منابع اون طرفی رو بررسی کنیم، همین طرفی رو واقعا اشتراکات میبینیم. خب یه ده تنقبت، یه ده نقاب زده بودن تو اونجا که شناخته نشن، این بود. حالا قرازم این که ما کجاییم؟ ما اون شرایط ظهور رو فراهم میکنیم، منتها اون بخشش که مثبته و اون بخشش که منفیه از قضا میریم جلوشو میگیریم. این خیلی مهمه. میگه آقا مثلا برای ظهور مثلا امام حسین باید 100,000 نفر به فرض توی نجف کشته بشن،
سفیانی بیاد نجف رو بگیره، ناموس شیعه رو برهنه کنه تو خیابون بچرخونه. خب ما باید بیستیم این اتفاق بیفته که بگیم نشانه ظلم محقق شد، فردا آقا میاد، یا باید بریم جلوشو بگیریم. وظیفه دینی ما صراحتا میگه برو جلوشو بگیر. خب یعنی خود آزمونه، این خودش آزمونه. و چه بسا معصوم داره میفرماد اون نهایت ایستای ما رو میگه. یعنی اگه شما نشستید یه گوشه تهشین میشه ها، برید جلوشو بگیرید. یه مثال براتون بزنم، یکی از مسئولین ما متاسفانه که قبلا یک مسئول امنیتی داشت، روحانی ایشون، ایشون صحبت کرده بود که ما تو جنگ سوریه نباید وارد شیم. بنا چرا؟ میگفت این همون نبرد قرقیزیاست. این نبرد قرقیزیای نبردی در آخر الزمان که در سرزمین سوریه اتفاق میفته بر سر گنجی که فرات آشکار میکنه. اهل بیت فرمودن تو این نبرد شیعیان ما دخالت نکنن، بایستن کنار نگاه کنن که ببینن دشمنان شیعه چطور هم دیگر تضعیف میکنن. خب ایشون میگفتن سلفی ها، تکفیری ها و علوی ها، بشار اسد، علوی ها از شیعه رد شدن، قلاتن، احکام ها انجام نمیدن، شرب خمر دارن، ازشون هم میپرسی میگن دوازده امام، اما در عمل هیچ جز امام علی و امام حسین چه امام دیگه هم نمیشناسن. من شماشون صحبت کردم در سوریه، اون مردمش اینطوره. اون طرف هم سلفی ها، اونا که اصلا قبول ندارن تشیع، میگن به جون هم افتادن، شما وایسید نگاه کن. به فرض اگر ایشون رهبر ما می بود، الان ما تو همین جمکران داشتیم با داعشی ها میجنگیدیم. یعنی ببین اون فهم محکمات و مسلمات دینه که شیعه رو نگه داشته. ما این نشانه ها رو داریم برای اینکه خطوط کلی رو برای ما مشخص کنه، اما این باعث نمیشه ما وظایفمون رو فراموش کنیم. اصل چیزی که ما داریم وظایف. حالا اون بخشی که امشب من میخوام راجعش صحبت بکنم اینه که وقتی ما روایات رو بررسی میکنیم میبینیم که یکی از اصلی ترین دلایل غیبت خود ما شیعیانی، نه یهودیان، نه مسیحیان، نه کفارن، نه برادر اهل سنتمونن. امام زمان عجل الله میفرماد اگر شیعیان ما اجتماع قلوب میداشتن در وفای به عهد ما، سعادت دیار ما گرفته نمیشدش. پس مانع غیبت خود ما، همین حدیث کافیه. اصلا کافیه، مانع غیبت خود ما بپذیریم. آدمی رشد میکنه که بفهمه اشتباهش چی. اگر بخواد ماسمال کنه، مداهنه کنه، نپذیره، رشد نمیکنه. و خواهشم اینه که به عنوان حرفای دیپلماتیک حرف عرضانو گوش نکنن. یه تذکری تو ذهن همه عزیزان باشه و دائم اینو تو ذهنمون بمونه. من انشالله عامل برفه خودم هم من باشم و معترفم که بخشایش رو نیستم، خب اما سعیم رو میکنم باشه. خب بپذیریم ایرادمون و اشتباه. این امام زمان عجل با بقیه امام چه فرقی داره؟ کل هم نورون واحد، همه امامن، چه حالا امیرالمومنین باشه، چه امام حسن مشتبه، چه امام حسین. آنچه رفتارهای متفاوت ما میبینیم به خاطر مقتضیات زمان. فردی رسید خدمت امام صادق، آقا قیام کن. گفتش که یاری ندارم. نداری؟ آقا فقط 100,000 تا تو خراسان داری. حضرت فرمود که بپرتون تنور. ماجرا هارون مکی، آت آتیشه، آتیش همشه شعله میزد بره. از راه هارون مکی اومده بود، کفشم زیر بغلش زده بود، از سر زمین اومده بود، اومد چهره مبارک امام صادق رو ببینی سلام علیکی کنه. از راه اومد سلام علیکی سلام، بپر تو آتیش، با کله پرید تو آتیش. حضرت هم رفت در تنور رو گذاشت. بعد میگه خب حالا فرمود گفتی شما چقدر مثلا یا چه خبر، چه خبر آقا داره میسوزه. بعد حضرت برداشت سالو اومد بیرون، گفت چند تا اینا داریم؟ وای چی یه جا حضرت به یه گله اشاره میکنه 17 تا بز قهوه‌ای توشن. بعد میگه بز قهوه‌ای رو بشمار. میگه اگه همین قد میشه اصلا قیام بر ما واجب میشد. خب و اینو ما قبول بکنیم، اگر هر کدام از انبیاء الهی در مقابل یک نوعی از انحراف قرار گرفتن، لوط در مقابل همجنسگرایی قرار میگیره، حضرت شعیب نمیدونم در مقابل مثلا گرون فروشی قرار میگیره، هر کدام در مقابل یک نوع از انحراف، آخرالزمان همه این انحراف رو کنار همه، همه کنار همه. و فتنه های آخرالزمان بسیار پیچیده است. اینکه میگن آقا جوونی رو پیر میکنه، صبح طرف میره بیرون مؤمن، شب برمیاره کافر. خب الان تازه ما بعضی از این چیزا داریم میبینیم. من هیئتی بودم، یه عزیزی با واکر اومد، یه پیرمردی، گریه کرد، گفت یکی از اقوامون که همه هیئتیمون بوده با 60-70 سال سن نشسته با از این شبکه های اون برابی و منکر همه چی شده. کسی که دو دمه یه هیئت رو میخونده، کسی که میانداری میکرد. خب
امیرالمومنین میفرماد پس این تفاوت امام مهدی و بقیه ائمه اینه که این یاران ایشونه و جامعه تشنه امام. انقدر امام کشتیم ما مسلمونا و تعارف ندارم، یهودی ها پیغمبر سر بریدن دیگه، پیغمبر تموم شده بود، مسلمان امام کشتن، هیچ فرقی با یهودی ندارن، هیچ فرقی، اون هم نماز میخونن، این هم نماز میخونن، تعارف نداریم. یهودی هم سه بعد نماز میخونن، نمازاشون هم ارتدکساشون طولانی تر از نمازهای ماست، روزه هم دارن، خدمت شما که برخ از احکامشون هم خیلی سختگیرانه تر از احکام اسلامیه. اگه با ما گوشت خوک فقط حرومه، برنا گوشت خوک و شطور حرومه، مثالش فراوانه. خب حقیقت اون چیزی که اونها رو زمین زد، نپذیرفتن دستور خلیفت الله و انبیاء الهی بود. خب چه فرق میکنه جامعه اسلامی که ائمه رو پس زد؟ هیچ فرقی نداره. مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، مثل الذين حملوا القرآن ولم يحملوها كمثل الحمار، بل هم اذل، بلکه بدتر. برای چی؟ بخاطر اینکه تجربه یهود به مسلمان ها عرضه شد در قرآن، اما اونا این تجربه رو نداشتن، اونا خودش اولین بودن. یه برهه هم قوم برگزیده بودن، فضلناکم علی العالمین، فضلناکم فعل ماضیه، اما الان شما مسلمانید. جالب، همان خدا در سوره مائده 54 که ما 55 شفتیم آی ولایت امیرالمومنین، 54 میفرما که شما من یرتد منکم عن دینه، هر کی مرتد بشه، برای خدا در آخر زمان یه قومی رو میاره. خب الحمدلله که تو خیلی از روایات اون قوم ایرانیان، یعنی به حضرت سلمان اشاره شده و فرمودن که هازا و زبو، ایشون و قومش. پس این یارانن، ما میشم میخوام راجع به اینا حرف بزنیم. تا موقعی که این یاران شکل نگیره حلقشون، ظهوری نخواهد. استاد اصلا روایت زیاد داریم که یه جمله از پیامبر هست، یک خط که مردانی از فارس زمینه ظهور فرزندم رو فراهم میکنن، اما کیش مهمه دیگه، یعنی این بلده. که ما چیکار کنیم که اون اتفاق زودتر این دست ماست، یعنی انگار روایتی که میگه این انقلاب به ظهور میرسه. بله خیلی داریم. اما کی با چه همتی اینش؟ این قرآن میگه حبل من الله و حبل من الناس، این آیه قرآن میگه یه تناب من بیرون چاه میندازم، یه تناب شما میاد. اگه این دوتا تناب یکی بود از چاه میای بیرون؟ وقتی منتخب شما منتخب من شد از چاه میاد بیرون. مردم گفتم منتخب تو رو قبول نداریم، منتخب شما در قدیر علی ابن ابی طالب، ما قبول نداریم، ما خود منتخب داریم. میگه بس بمونی تاج، من عجله ندارم، انی معکم من فانتظروا انی معکم من المنتظرین. آیه قرآن شما انتظار میکشید، ما انتظار میکشیم، شما ضرر میکنید. تو در بی امامی میمیری، تو در بی امامی در کثافتی که دنیا رو گرفته هر روز استرس داری، امروز یه روز کرونا، یه روز نمیدونم روسیه حمله میکنه به اوکراین، یه روز نمیدونم هر روز قصه داعش یه روز میزنه بیرون، یه روز نمیدونم قیمت چی سقوط میکنه، قیمت چی میره بالا، یه موقع مشکل خودت. و متاسفانه کل درک ما از نداشتن مزاح همین مثالی بود که عرض کردم. نمیفهمیم در فقر معنوی و فرهنگی نبود امام یعنی چی، تشریح میکنه مثلا یعنی گرسنگی. فلذا این اگر همین خیلی از مردم رو ما 30 40 میلیون بهشون حقوق بدی، یه ماشین خوبم بدی، یه ویلا هم بهشون بدی، خونه هم داشته باشن، اصلا زور نمیخوان، راضی ان به همین. فلذا این اضطرارهای قبل از زور برای اینکه یه دی تکون بخورن. خدا میفرماد که اگر شماها کافر نمیشدید، به مؤمنین میگه اگه شما کافر که من سقف و نردبون خونه کفارم و طلا قرار میدادم، منتها چه کنم که شما پایه نیستید، فقط کافیه نردبون خونه زندگی اونا رو ببینید خیلی رفاه زده است، میگید پس ما چی؟ اصلا چه قرار به ما برسه؟ چرا وعده الهی تو این دنیا همش نسیه است؟ خب این واقعیته. امام علی علیه السلام میفرماید افلح من نهض بجناح او استسلم فاره، میفرماد رستگار کردد آن که با داشتن یار قیام کنه، اونم که نداشته که مشخص شد تسلیمتش. اگر امام حسن آتش بس بکنه یاری نداره، یه امام حسین هم قیام کرد کافی بود. برای چی؟ به خاطر اینکه خدا دوست نداره ولی خودش رو تکه تکه بر روی زمین ببینه. میگه یه حسین میذارم حجت تمام کنه که اگر بگید بیا الکی باشه این میشه، اگر بگید بیا پاشوای نشته این میشه. قرار نیست اساسنده به اندازه اجدا کنه، قرار نیست دریا شکفته بشه، قرار نیست از آسمون شاب سنگ بباره. معجزه پیامبر اکرم، خود شما مؤمنینید.
شما بیاد، شما بشید عصای موسی، شما بیاد حول حسین ابن علی بچرخید، شما اون آمادگی لازم به دست بیارید. نداشتیم ما 1400 سال به عملیات روانی داریم میبازیم، به خدا به جنگ رسانه‌ای داریم میبازیم 1400 ساله. درست هم نمیشه، نمیدونم کی قرار مثلا یه بار گفت مارگزیده دیگه از ریسمان سیخ زبید میترسه، آدم عاقل از یه سوراخ گزیده نمیشه. با چجوریه داره این اتفاق میفته؟ مسلم وقتی قصر ابن زیاد رو محاصره کرد، ابن زیاد با کل اعوان و انصارش 50 نفر بودن، تاریخ میگه. مسلم رو میگن 4000 نفر کم آدماش، کف مینیموم ماکسیموم 20000 نفر. ببخش اینا آب دهن انداخته بودن، ابن زیاد کارش تموم بود. خب چی میشه؟ شبسته ابن ربی رو میفرسته، شروع میکنه شایعه درست کردن، رسانه های سر کار شده. من میگم میگه که سپاه شام داره میاد، یه ده در رفت، یه ده وعده پول داد، یه ده تفرقه انداخت. گفتم اگه بنی فلان با بنی هم کنار من قرار گرفتید، شما یادتون رفته 2 سال پیش از شما این زد پسرمو تو کشت؟ آقا مسلم تو نماز برگشت هیچ کی باشتم بود. همین الان هم همینه، امیرالمومنین در صفین جنگ برده رو رها میکنه، به چی؟ به قرآن سر نیزه رفته. خب یه روزی ما توانمندی نظامی هم کسب میکنیم، در این شکی نیست، توانمندی نظامی کسب میکنیم و کردیم. همین الان نگاه کنید، کسی جرئت نمیکنه حمله نظامی کنه، اما حمله رسانه‌ای چی؟ یه اوکراین رو نگاه بکنید، اراده کردن در عرض 2 هفته کل دنیا بگه جنایت جنگی در اوکراین میشه. شما رو به خدا بر پوتین و نمیدونم روسیه هم لعنت. خوبه من اولا اعلام موضع کنم کسی نگه نمیدونم چی، 7 سال همین اتفاق داره سر مردم یمن میفته. 1 میلیون آدم آمریکا کش، روسیه حمله کنه به اوکراین تجاوز نظامیه، آمریکا حمله کنه به عراق نیست، آمریکا حمله کنه به افغانستان نیست. این چیه؟ قدرت رسانه، قدرت روایتگریه، قدرت سرعت در مخابره است. چند تا همین الان ما مبلغ 2 زبانه داریم، مبلغ 3 زبانه داریم که فردا آقا بسم الله هویز مهدی، مهدی کیه؟ یه 2 کلام بر ما حرف بزن. آقا تو برو فارسی یاد بگی، تو برو نشو برو عربی یاد بگی، بیا اینجا جامعة المصطفی ما بهت فارسی یاد میگیم، ببینیم چی بهت میگیم. چند نفر ما پرورش دادیم و این همه دستگاه‌های فرهنگی که این همه سال داشتیم. خب یه بار دو بار احسن چی میخواد باشه؟ خب من نمیخوام اینجا شب بیام در مورد نقد دستگاه فرهنگیمون حرف بزنم، به اندازه کافی من ناراحتم از نگاه کار کردن برای موضوع مهدویت. من دیگه بعد اصلا ناراحت هستم. خب و همین امشب شب میلاد امام زمانه، چند سال ما یه هشتگی به اسم The Promised Savior، منجی موعود، عمدن تو هشتگ اسم امام زمان استفاده نکردیم چون اروپایی هم توجهش جلب شد، مسیحی هم توجهش جلب شد. سال اول که سال شروع کرونا بود ترند یک دنیا شد. خب بعد با چقدر؟ با چند میلیون توییت، مثلا یک خورده 1,600,700,000 توییت زده شد. خب 2.5 میلیارد ایمپرشن داشت، یعنی 2.5 میلیارد بار دیده شده این توییت، خیلی عدد بزرگیه. خب بعد الان داشتم نگاه میکردم قبل اینکه بیام اینجا، دیدم با 70,000-80,000 تا ترند 13 شده، خیلی کمتر، 70,000-80,000 تا اصلا امکان نداشت. خب چی شده؟ تازه بعد 2-3 سال بچه ها کار یاد گرفتن که آقا فارسی توییت زدن به درد خودت بخوره، توی استودیومی روبروی هم دیگه داد میزنیم ها درسته؟ الان یاد گرفتن آقا به آذری توییت بزنن، به انگلیسی توییت بزنن، به اسپانیایی توییت بزنن، اونجا محل توجه میشه، سوال برانگیخته میشه که آقا اینا کیان، اینا چیان، مهدی کیه؟ بعد حالا سوال پرسید آقا چه خاکی تو سرمون کنیم، سوال ازم پرسید زیر توییتمون بعد جواب بدیم یا نه. این واقعیتش اینه، چند نفر ما اینو یه وظیفه خودمون دونستیم، ما چند نفر وظیفه خودمون دونستیم که آقا من وظیفم تعریف امام زمان. امام رضا علیه السلام میفهمد بابا شما برید از ما ائمه به مردم بگید اونا خودشون شیفته میشه، شما کار نداشته باشون با ما. گفت ان حدیثنا، امام باقر فرمود ان حدیثنا یحیی القلوب، تمام سخن ما قلب ها رو احیا میکنه. برای چی؟ برای اینکه انگار خدا داره حرف، انتقال سخن مهمه. ما به قولی گفت دعوا نمیتونی بکنی، کت که میتونی نگه داری. خب ما هم کت نگه داشتن رو الان توش موندیم. خب یه تلنگری به خودمون بزنیم، اگر ما زمان زور نمیکنی یار نداره، یکی از اصلی ترین دلیلشه. دلیل دیگری هم داره، من میدونم قبول دارم، اما الان فقط همین. خب اصلی ترین اینه، حضرت میفرمون بابا شما نه تنها با هم یکی نیستید،
با هم هم یکی نیستید. آره نگاه میکنه اینه مثلا چه میدونم شهرداری برای خودش یه علم برمیداره تو نیمه شعبان، وزارت ارشاد یه علم، سازمان تبلیغات یه علم، مؤسسه ایکس یه علم، ایگرگ یه علم، بسیج یه علم، حوزه یه علم، باید چه همه کوتاه. آکی اینو میخواید یک کار یک پارچه یک موج ایجاد موج ایجاد کنید جهانی. خب مکم بوده چطوره که امام زمان عجل وقت زور میفرمه خودشون رو با امام حسین معرفی میکنن؟ 5 تا جمله دارن، 4 تاش مستقیم نام امام حسین نجات دیال حسین قتلوا اتشانا سعقو ادوانا ترهو اوریان اسم میبرن از امام حسین. این یعنی چی؟ یعنی مردم دنیا امام حسین رو میشناسن. پس یعنی چی؟ یعنی من باید برم امام حسین رو معرفی کنم تو دنیا. تو اون زمان من پسر همون حسینی هم که آم حسین رو میشناسیم، اینقدر کار نکردم خودش عربین درست کرد. یادم یه بار سال 83 وقتی شما استراحت میکنید دکتر جان، سال 83 آذر 83 بود، رهبر از انقلاب دیدار داشتم با مدیران صدا و سیما، یه نکته راجع به برنامه دینی و این گونه اقدامات گفتن که برای برنامه های دینی استراتژی داشته باشید. یعنی مثلا من میگم نیمه شعبان سال آینده چه موجی رسانه‌ای میخوام اینجا از الان برنامه‌ریزی کنم، چه استراتژی دیگه در واقع نداریم این شکلی. معمولا نزدیک میشیم به یه مناسبت، فرض کن دستگاه فرهنگی مثلا میگه یه هفته قبلش حالا یه کاری بکنیم، حالا یه مثلا فلان، اینکه دست جمعی یه موج تو دنیا ایجاد بکنیم. اینقدر الان دیگه امکانات هست، رسانه است، ابزار داریم. بنده عرض میکنم با من کسی این کار کردیم دیگه، عرض کنم پرامیس سمیت ترندی که دنیاشو در توییتر خب کلی هم خبر درست کرد که اینا چه اتفاقیه. بعد مسیحی‌ها دیگه ول نمی‌کردن، جالب بود. روزهای بعدش اونا همینجوری توییت می‌زدن، چون برای اونام جالب بود، گفتن آقا اینا شیعیان مهدی و مسیح رو با هم قبول دارن، ما اصلا با مسیح وارد درگیری نشدیم، گفتیم آقا ما منتظر هر دوشونیم. حالا کی رئیس کی معاون نمی‌بینن، دو بزرگوار هر موقع اومدن خودشون هر کی گفتن رئیس ما میگیم رئیس، هر گفتن معاون ما، الان دعوایی نداریم در اینکه اون دو بزرگوار هر دوشون رئیس ما شکی نیستش. خب ببین اینطور باید باشه، قرآن به ما میگه که مسیحی‌ها دوست‌ترین افراد نسبت به شما، یهودی‌ها دشمن‌ترین افراد، یهود منظور صهیونیست‌ها. خب الان که صهیونیست‌ها مسیحی‌ها رو کشیدن سمت خودشون، که یعنی من باید می‌رفتم مسیحیت رو می‌کشیدم سمت خودم. ببین نگاه کن، اینا استراتژی‌های قرآنه. بعد می‌فرمایند لا تجدن اقرب هم، یعنی لا تجدن سه تا قسم داره توش، لامش تأکید، تای مضارعش تأکید، نون مشدد ثقلش تأکید. خب بابا یعنی به خود و فعل مضارع است، همیشه همینه، استمرار داره، تو باید اینطور باشی. وقتی ما اینو متوجه نیستیم چطور میخوام نتیجه بگیریم؟ یا آیه در قرآن سوره هود آیه 8 خیلی جالبه، میفرماد ولئن اخرنا عنهم العذاب، اگر تاخیر میندازیم از اونها عذابو الی امه معدوده، امت یعنی هم زمان هم امت دیگه، تا زمانی که یه امت تعداد کمی دور هم شکل میگیرن عذاب ما تاخیر میندازیم. لا یقولن ما یحبسه الا یوم یاتیهم لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. میگه مجازات رو تا زمان محدودی یا تا شکلون امت محدود به تاخیر بندازیم، از روی تمسخر میگن که چه چیز مانع آن شده است، چرا نمیرسه اون وقتش؟ آگاه باشید آن روز که عذاب به سراغشان آید، از آنها باز گردانده نخواهد شد و هیچ قدرتی هم مانع اون نیست، و آنچه را مسخره میکردن دامانشان را میگیره. علی ابن ابراهیم در تفسیر این معصوم فرمود به ما که ان متعناهم فی هذه الدنیا فنردهم و نعذبهم، تو این دنیا بهشون رسیدیم، خوب پول و پله بهشون رسید، رفاه بهشون رسید اینا، و برشون میگردونیم عذابشون میکنیم. برشون میگردونیم کجا؟ عذاب قیامت که اون دنیاست. برگشتن به این دنیا یه معنی دیگه بیشتر نداره، که دی از اینا دوباره زنده خواهند شد. بله. این همون رجعتیه که شیعه بهش اعتقاد داره، که هم رجعت افراد خیلی خوب داریم هم افراد خیلی بد. درسته. امام صادق علیه السلام میفرماد که این اتفاق العذاب خروج القائم، قیام امام زمانه، قیام قائم آل محمده، اللهم صل علی محمد. امام باقر میفرماد هم والله اصحاب القائم. این امام معصوم والله بگه دیگه یجتمعون والله الیه فی ساعت واحده، دورش جمع میشن تو یه لحظه واحد. ساعت به من یه ساعت الان نیستش دیگه، من انجیل داشتم میخوندم، انجیل پشیتا به زبان آرامیه، به همون زبانی که حضرت عیسی حرف میزده، حضرت انگلیسی حرف نمیزده، اونتا اینجا انجیل انگلیسی نمیشتن یا بعد انجیل انگلیسی رو انجیل لاتین رو بردن انگلیسی کردن، از انگلیسی فارسی کردن. خب اصلا حضرت اروپایی نبوده، در سوریه زندگی میکرده، در فلسطین زندگی میکرده، زبانشون آرامی بود اون موقع. بشعه
به ساعه، اونجا هم همین لفظ که توی یه لحظه این اتفاق میفته. اونا سین و شین تلفظ میکنن دیگه. خب میگه فاذا جاء الى البيداء، وقتی به سمت بیدا میان، یخرج الیه جایش سفیانی، سفیانی خروج میکنه، فیعمر الله الارض فتاخذه به اقدامه، که زمین اینها رو میبله. یکی از نشانه های اصلی ظهور پنج تا یکیش هم همین خصف در بیداست، یعنی فرو رفتن زمین. میفرما اون عذابی که خدا وعده داده برای این کسایی که تمسخر میکردن ظهور امام زمانه و اینا زنده خواهند شد و به حسابشون رسیده خواهد شد. امام صادق میفرماد الا امت معدوده، یعنی عدتن که عدت بدرن. اون امت معدود، اون تعداد معدود عددی قابل شمارش، یعنی 313 نفر که عدت بدرن. قال یجمعون له فی ساعت واحده، در یک لحظه دور هم جمع میشن. قزعا که قزع الخریف، مانند ابرای پاییزی. میزنه باد، میزنه یه نشسته پاییزی، یه میره بارون گرفت. یه ابری نبود، یه به سرعت دور هم جمع میشن. این خیلی مهم تو آیه عبارت لیقولن ما یحبسه، میگفتن حبسش واسه چیه؟ یعنی این موضوع قیامت نبوده، موضوع ظهور امام زمان بوده. کسایی بودن که ظهور رو تمسخر میکردن، مثلا حالا کجا حبسشون ظهور نمیکنن، کجا گیر افتاده نمیاد، دقیقاً تو همین موضوع. و آخرش هم میگه ما کانو بهی از تحزون، برشون میگردن این بفهمون چیزی که مسخره میکردن چیه، برای چی باید اینا برگردن؟ همه برمیگردن خیر، اینا کسایی بودن که ظهور رو تمسخر میکردن، برشون میگردن یا دیدید حالا عذاب شد. این ماجرا حضرت یوسف که حبس شده است، هم حبس در چاه، هم حبس در زندان. و اول نشونش میاد، پیراهنش میاد، اول نشونه ایشون میاد و تبرک میکنه، شفا میده پیراهنشون، ریح یوسف، بوی پیراهن یوسف اول شفا میده. اینا خیلی مهم. میگه که بروید به فرزندانش، میگه برید و از یوسف خبر بگیر، یوسف رو تحسس کنید. قبل از ظهور امام زمان عجل الله شرایط و فضای تحسس و حس کردن میشه، یعنی همه به نتیجه میرسن که آقا یکی هست که ما نجات بده. همه تو دنیا تمام ایدئولوژی ها شکست میخورن، هیچ پاسخی ندارن. الان واقعا سوال دنیا اینه، اگر درگی اتم بین روسیه و آمریکا یا ناتو شکل بگیره، ما چیکار کنیم؟ 6000 تا بمب اتم این داره، 6000 تا هم اون چیزی که میگن جنگ جهانی سوم اگه بشه، واقعا چیکار باید بکنیم؟ کره زمین رو هم مدار خارج کنن، این همه بمب اتم چیکار؟ مگه قبلا یه دیوانه نبوده شلیک کرده؟ چرا الان نکنه؟ مگه صدامی نبوده شیمیایی نزده؟ چرا اینا نزنن؟ دین که نداره طرف جلوشو بگیره، اعتقاد به آخرت هم که نداره جلوشو بگیره، کی میخواد ما رو نجات بده دست اینا؟ به کی امید ببندیم؟ با آمریکا؟ نامرد تنها مون گذاشت جلو روسیه. همین اوکراین 2000 تا بمب اتم بشه، 1900 تا. روسیه و چین و روسیه و انگلیس و آمریکا نشستن گفتن بمب اتمتو بده. ما قول می‌دازیم حفاظت کنیم. یکی از اون ستا که قول حفاظت بودش حمله کرده، اون رو تا دیگه هم گوشن در رفتن. یا به ما چه؟ چی میخواد از ما حفاظت کنه؟ کجا تکیه بکنیم و ناصر ما باشه، یاری دهنده ما باشه؟ میگه اون تمسخر همه برمیدن. یعنی این مردم به یه بنبستی میرسن، به بنبست ایدئولوژیک و تئوریک میرسن. لیبرالیست جواب نداد، کمونیست جواب نداد، فاشیست جواب نداد، سوسیالیست جواب نداد، ترکیب از اینا بود. چی مدل اداره دنیاست؟ و باید این اتفاق بیفته، باید حجت تمام بشه. وقتی حضرت حجت ظهور میکنه، کسی نگه که ببین درسته این مهدی خیلی خوب حکومت داری کرد، اما ما این مدل ما هم اگه اجرا میشد بد نبود، از این بدتر نباشه، بهتر باشه بدتر نبود مثلا. خب میگن حضرت شما همه مدل ها رو امتحان کرد، هیچ مدل رو زنه اونم چند قرن امتحان کرد. بله چند قرن، بارها بعضا امتحان شده، مدلشو جواب بده. این 313 نفر ستاد فرماندهی حضرت، حلقه اول دور حضرت، که هر کدوم یکی از مناطق دنیا حکومت خواهد کرد، انگار هر کدوم رئیس جمهوری کشور میشه، میفرستنشون. و افرادن که حالا ویژگیاشون که گفتم خیلی عجیبه، حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، فرصت نیست و انشاءالله ما اول میکنم فرصتهای بعدی راجع به اینو صحبت کنیم. حلقه دوم 10-12 هزار نفرن، اونا میرسونن خوشنمک. اون حلقه 313 نفر که به یه لحظه دور هم جمع میشن، نگاه یه تیول ارزی داشته باشن،
بقیه 10-12 هزار نفرن که جمع میشن حلقه دوم. اینا مال بعد ظهوره. حضرت یارانی قبل ظهور دارن ها. اوتادن، ابدالن، نجبان، صالحینن. چیزی هست که استاد اون 10-12 هزار نفر مال بدونیم مال الان یا از گذشتن میان؟ برخیشون بله از گذشتن. مثلا اصحاب کهف رجعت میکنن. اینا داریم. مؤمن آل فرعون نمیدونم بر. اما عموما مردم هم زندن. 300-300 نفر که زنده هان. درست. حلقه دوم مردمن. حلقه سوم یدخلون فی دین الله افواجا. همه روی میان. چون حضرت به تمام زبانها حجت رو تمام میکنه برای ما. به تمام زبان. یه سری یارای الان دارن حضرت. اینا یه وقت اشتباه نشه. اینا بعدش. یارن که الان دارن یه 4-7 نفرن که دائم با حضرت در تماسن که بهشون اوتاد میگن. اینا میخ. یعنی اون خیمه ستون خیمه امام زمان اینا میخهای دورش. که اینا معصومن. یعنی دو تاشون 4 تاشون که پیامبرن. حضرت خضر، حضرت عیسی، حضرت ادریس و حضرت الیاس. بعضی گفتن 4 تان اوتاد، بعضی گفتن 7. یعنی 3 تا آدمایی که اسمت اکتسابی دارن. اینا ملحق میشن. حلقه بعدی ابدالن. که اینها بین 30-40 نفر گفته شده. اینا الان هستن دور حضرت. حلقه بعدی نجبان که 70 نفرن و حلقه بعدی صلحان که 360 نفرن. از هر کدوم اینا فوت بشه یکی از حلقه بعدی من شاید به نظرم نمیدونم قضاوت بکنم یک کسی مثل شیخ جعفر مجتهدی چه بسا از ابدال یا نجبا بوده. خب مأموریت هایی بهشون داده میشد مثلا حالا کسایی کهشون درک کردن اینجا جا داره قرار ما امروز اینجا خدمت حضرت آیت الله قزوینی هم حسینی قزوینی هم باشه. بله بله قبول. ایشون آرخورد مریض احوال شدن ان شاء الله خدا شفاشون بده. چند تا ماجرا خود ایشون برای من تعریف کردن از شیخ جعفر. خب موارد متعددی نقش شده کتابای نوشته شده در موردشون که آبولمشون میرفت بیمارستانی در مشهد یک جانبازی رو آورده بودن درد داشت درد رو به تن می‌خرید و بالا میشد میرفت. ماموریت‌های عجیب غریبی داره. حالا من بخوام ماجرا بگم ماجرای اگه بخوام نقل کنم قبلا سال 92 93 تو از همین احیا گفتم ماجرایی که از آیت الله وحید خراسانی تعریف میکنن چون ماجرای در واقع جالبیه. اون حسین ساوج ولاغی بله سرباز بود اون زمانی که روسا اومده بودن تهران ایران رو گرفته بودن اونا درگیری‌های داشتن دیگه. خدمت شما عرض می‌کنم پزشکی بوده به اسم دکتر شیخ حسن خان میگه که من دمی سرباز ما تیر خورده بود بابا تیرو در بیارید. گفتم بچه بازی که نیست شو بیوش با بیوشی نمیخواد من خودم بیوش میگم بیوش کن ببینید. دراز کشید و گفت بسم الله النور بسم الله النور النور بسم الله النور علی کل نور. بعد دیگه بغیر نشد صداش رفت مرد روح نداشت. گفت ما عمل انجام دادیم تیرو در آوردیم بخیه زدیم دوباره بعد چند وقت لبا تکون خورد همین الفاظ رو گفته اومد. خب من ولش نکردم گفتم تو من حق گردنه دارم نجاتت دارم. چند روز بعد اومد بخیاشو بکش نشدم تو از یاران امام زمان گفت دهن تو ساکت باش یعنی حتی اینم نباید بگی. گفتم به من بگو. گفتش که من اونا 7 نفرن که حضرت رو میبینم من با یکی از اون 7 در ارتباطم. آقا این اوضاع مملکت رفته زیر پوتین روس و انگلیس اینا. گفت حضرت خیلی دل خوشی نداره به خاطر آشورایی که داره بهتون عنایت میکنه تنجش اینجا نکات ظریفی درش هست اهمیت امام حسین این که در روایت هم داریم به امام حسین خودشونو میشناسونن. اصلا ما باید امام دلایل شهادت امام حسین رو بفهمیم که زور شک بگیره. الکی نگو آقا بیا پشت وایس زن و بچه تو باید بذاری وسط خونه تو باید ول کنی دارو ندارو تو ول کن امتحان میشه که بچه بازی. بعد گفتش که حالا شما میشه با اون یکی از اون 7 به یو با امام زمان بگی ما رو نجات بده دست اینا با امام زمان لازم نیست. او که به سمت همین روسا که اونجا بودن چند وقته گفت برید بیرون برید بیرون. او تا بعد از ظهر نشده اینا با هم پیچیدن تلگراف براشون زدن و گفتن که ظاهرا تو روسیه انقلاب شده چی شده و از اینا درخواست کردن برگردن همشون برگشتن رفت. خب یکی از یاران حلقه دوم حضرت تصرف میتونه بکنه بعد مردم قدر امام مهدی عجل الله میفهمه. از کجا معلوم دوباره نیامد بالای منبر بشینه بگه سوال ازم بپرسید یکی بلند شه بگه که
چند تا من مو دارم، کاری که با امیرالمومنین کردم. از کجا معلوم که یک کسی بلند نشه بیاد؟ امام حسین نشسته بودن، ابن عباس هم نشسته بودن طرف، اومد گفت ببخشید استاد سوالی دارم امروزش کنید. حضرت فرمود بفرمایید. با تو نیستم، با ابن عباسم. قدر معصوم میدونستم، قدر امام میدونستم، تا قدرشو ندونیم نمیفرستم. اینقدر پدر مردم در خواهد اومد. یا میفهمن ندارن، یا خدا بهشون میفهمونه ندارن، یا مثل آدم خودشون میفهمن، یا خدا میفهمونه، یا خودشون عقلا مزدر میشن، یا بلاهایی در دنیا سرشون میاد که اینا به استرار بیفته. ببین یه فتیله چرا یه عمر طبیعی داره. بله. شما با کمترین میزان هم استفاده کن، بالاخره مثلا بعد یه سال تموم شد، زیادش کنی زودتر تموم شد. این ظهور یه تهی داره. اگه همینجوری بشین یه گوشه فلان، اون واسه اون موقع برس. خب که ببخشید حیوانات هم مستر میشن دیگه، هر آدم عاقلی مستر میشه. یا اینکه خودت میفهم، مثلا بنی اسرائیل خدا نوشته بین یوسف و موسی 400 سال فاصله باشه. موسی منجی اینا بوده دست بنی اسرائیل. بله. نشستن گریه کردن، 40 شب ندبه کردن. مثلا خدا غلط کرد، از ته مستر شدن. چرا؟ چون یذبحون ابناءهم و یستحیون نسائهم، پسرشون رو سر میبریدن، هیچ امیدی دیگه نداشتن. نتیجه چی شد؟ خدا 170 سالشو بخشید. برای همین احیای نیمه شعبان، آقا این زجه ها رو، زجه هایی که از صمیم قلب باشه، از ته دل باشه، نباید فکسر و دعا به تعجیل الفرج، فراوان دعا بکنی که این فرج خودتونه، تو خودت رو نجات میدی. اصلا اینکه امام زمان هم تو روایت داریم برای فرج خودشون دعا میکنن، پس اثر داره که دعا میکنن. اصلا یک شبیه که اون شب ظهور میفرمان که تا صبح حضرت امن یجیب المضطر را اذا دعا و یکشف السوء، خودش. ببین چرا ما درک نداریم واقعا از اتفاقات دنیا به چند جهت. اولا ما دل اون مثل دل امام زمان رقیق نیست. درست. انجمن داره داشتم میومدم اینجا، اذام جمعیت بود مثلا، یا یه خانومی افتاد زمین، واکنش آدم متفاوت بود. یکی دو تا دیدم دارن میخندن، یکی خورده زمین داره میخندن، چند نفر دیگه نگاه کردن، یکی دو نفر دویدن سمتش، نمیدونم از نزدیکانش بودن از محارمش بودن. ببین یه مصیبته، سه نو برداشت. خب یکی اسم نمیشنم که چه بلای سر محسن آوردن جان میده، یکی خودشون بلا سر موسان آورده. خیلی فرق. درکی که ما میگیم فلان کودک یمنی کشته شد چیه؟ درکی امام زمان از اتفاق داره چیه؟ شما فکر میکنه اگه امام حسین علیه السلام به جهز حضرت علی اصغر یه بچه یکی دیگر دست میگرفت و این اتفاق میافتاد، برای موسان فرق میکرد؟ چی میفهمیم از اهل بیت؟ چرا الان فکر میکنیم بچه که تو یمن اینجوری دارن پر میشن حضرت براش، هر کدومش این علی اصغر هم براش. بچه‌ای که به خاطر نرسن آب و غذا چه بلا قیافه اینا رو دیدی؟ چند میلیون سوء تغذیه توی یمن. یه سرچ کن، یه گوگل کن. بله بله. یه سوء تغذیه، گرسنگی در یمنه. و سازمان ملل اومده تحریم کرده، میگه هیچ کی نباید بینه چیزی. فرودگاهو میزنن، بندر حدیده رو بستن که هیچ کی بینه هیچ چی نرسونه. فکر کن برای امام زمان فرق میکنه. امام حسین یه دونه از اینا دیده. امام حسین یک دونه از اینا دیده. اما یه عاشورا دیده. امام زمان 1100 خورده سال داره عاشورا. پس میل حضرت به ظهور خیلی از ما بیشتر. یعنی اون شبی که این اتفاق میفته که امن یجیب میخونه خود حضرت و زجه میزنه تا صبح. ما همین شب شبایی که ما بشینیم ما خودمونم زجه بزنیم، هم نوا با امام زمان بگیم آقا ما پاکارتیم، میدونیم هم ضعف داریم، بس خود شما میخواییم ما رو کمک مون کنیم. مثل اون غلام امام حسین جون، این که اینا متاسفانه اینا جزل اموال حساب میشدن در فرهنگ اون موقع. اهل بیت با این فرهنگ بردهداری شدیداً مخالفت میکرد، اما چون اقتصاد داشت نمیتونستن. مشیشون این بود که تونتو اینا رو آزاد میکردن، بقیه تعجب میکرد، میگه میخوای آزاد کنی چی میخری؟ ببین اینه که یه نفر مثلا یه گوشی خریده، نمیده به اینون. میگه مگه برای چی میخری؟ اگه گوشی لازم نداری برای چی میخری؟ خب میخواستم با این فرنگ ما که حضرت هم گفت آقا مگه من به خاطر اینکه مثلا
غلام شما باشم. من یارتم. رو صورت دو نفر حضرت صورت گذاشته که علی اکبر یکی شد. فرقی میکنه که علی اکبر باشه صورت به صورتت بچسبه. این مظلومیت مازه. مازم واقعا مظلومه. اصلی تر مظلومش گیر ما افتاده. در مظلومیت اون زمان همین بس که یکی مثل من بعد برای صحبت بکنم. عزیزم. والله به خدا. عزیزم. وای ما فکر کنیم دیگه ما خودمون چی میتونیم خودمون کلا خودمون بذاریم قاضی کنیم بگیم ما اعمال خودمون چیه. بعد بگیم مردم رو به چی میشناسن؟ تو فک و فامیل به چی میشناسن؟ در همسایه به چی میشناسن؟ همسایا میگن لباس شاد تنت کردی نیمه شعبانه؟ آره تولد امامم. آیا ربطی به اون امام داری؟ چی کاریم؟ چند مرده حلاجیم؟ آقا اینا یارای امام زمان این ویژگی هاشون آدم میخونه واقعا تعجب میکنه. میفرمون کسی که یاران او میشن و وزرای ایشون میشن بین روایت امیرالمومنین گروهی از مردان الهی دور او گرد میآیند، دعوتش را بر پای میدارن و یاریش میکنه و ینصرونه هم الوزراء له، اینا وزیران نشستن. یتحملون اثقال المملکه، کل کارای مملکت داری ازش میگیرن. یعنی آقا جان ما هستیم شما چرا بر عهده و او را در مسئولیت بزرگی خداوند بر عهده‌اش گذاشته است. یعینونه علی ما قلده الله، اون که خدا بر دوش هم ازمش اینا گردن میگیرن کمکش میکنن میگن آقا با ما باشه. اصلا اساسا تفاوت امام با بقیه اهل بیت در پیروزیش اینه که این یارا داره نداشتن بقیه. اونی که یه قرآن سر نیزه کنید فیوزش بپره چی درد میخوره؟ از امام قرآن ناطق منم کاغذ جوهره آخ. یا امام حسینی که فقیهی که میفرسته، امام حسین ولی معصوم، مسلم ولی فقیه، تا فرستاد گفتن خواهشو قبول داری میشونه نه. سلیمان صورت چی میگفت؟ مسلم گفت یه کار یه سره کنی، گفت تو که فتوا جهاد بدی که تو هم یکی از صحابه ای، من هم یکی از صحابه. اینا ولایت مداران هم عرض بودن. تا دیگه من سن و سال هم حتی بیشتر پیغمبر هم دیدم. خب واقعیتش اینه. بعدش هم رفتن جهادی هم کردن، دو قرون هم نمیارزید. چیزی با وقتش نباشه به چه در میکنه. اینه اون آدم موقعیت شناس تمرین کرده موقعیت شناسی رو، نه که اون لحظه. بعضی موقع است ما یک لحظه با تصمیم میگیریم این کار انجام دم یا این کار، اینو بخرم یا نخرم، نگاه بکنم یا نگاه نکنم. خب اینو ولش کنیم. امام صادق میفرماد که و هم النجباء والقضاة والحکام والفقها فی الدین، یعنی هم فرماندن هم آدمای دادگرین، عادلانه قضاوت میکنن. نه تو فلان اداره نشستی تو همشهریش میگه همشهری خیلی شده لطفم دارن و مثلا میری یا یه لهجه صحبت میکنیم هم که شروع میکنم همشهری کارتو بیشتر را میبذاریم. چرا؟ واقعا چرا؟ اصلا عرفه این عرفه. اصلا اگه نباشه ناراحت میشیم. آدم عقده‌ای بود مثلا ترک بودش ترکی حرف زدیم، فارس بودش فارسی حرف زدیم، عرب بودش عربی حرف زدیم، تحویل نگیره. و اینا دینشناسن. یه فرقه اون فرقه و این نمیدونم مدعی مهدویتون که نمیتونه تکونشون بده. اینا محکمات و مسلمات دینشون رو فهمیدن. با یه دونه نشانه ظهور تا نمیتونی مرمر بکنی. صد تا نشانه ظهور بیار برخلاف دین باشه میکوه دیوار. اینا به چه درد میخوره؟ هم اصحاب الالویه. اینا الویه جمع لواه، اینا صاحب پرچمان علمداراشن اینا. و هم حکام الله فی ارضه علی خلقه، اینا حکومت میکنن در منتخب. اینجا سندش نمیشتم نمیشتم منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگان از 40 ایشون هم بودیم. خدا رحمت کنه ایشون، ایشون از مراجع مهدوی بودن. همچنین از آیت الله علوی گرگانی رو بله خدا رحمتشون. آخرین بار من خدمتشون رسیده بودم راجع به صاحب ازم شون داشتیم فعالیت مؤسسه رو بیشترش مهدویت گزارش می‌دیم خدمتشون. شو عشق تو چشش حلقه زد، خدا رحمتشون کنه. شون تا مرزیده از خدا مهار ببخش ان شاء الله از صاحب با اولیا ان شاء الله مشهورشون بکنه. یا میگه اولای که هم خیار الامه مع ابرار الاتره، اینا بهترین امت هم که با اطرت پیامبر همراه میشه. او به این تمرین کرد و خوب بودنه. یا امام زمان افردان خواه خوب بشه او تو نمیتونی زنه تو چیکار کنی، بچه تو چیکار کنی، خونه رو چیکار کنم، زندگی رو چیکار کنم، ماشینه رو چیکار کنم، کار رو چیکار کنم، برای هیچ کدوم برنامه نداره. یک روز من
شاهرود یا سمنان من دعوت کردن سخنرانی، اومدن دنبالم اونش، همون مسئول برنامه اومد. بعد تو راه که رسیدیم دیگه دیم به نماز خورد، یه جای وایستادیم من بنزین بزن اینا نماز بخونیم. بعد گفتم یه چیزی بندازیم، حالا کنار جاده هم بود، حالا آره فکر کنم نماز خونش درش قفل بود، چجوری قصه داشت دارم واسه چی اونا درست میکنن. دیدم از صندوقش رو باز کرد و یه ساکی بود، از توش جانماز در آورد و فلانه، برام جالب بود. گفتم چیه؟ بعد یه چشم افتادم قوطی کنسرو و نمیدونم دارم کوهنورد یا فلان. خب این ساک ظهوره. گفتم یعنی چی؟ گفتش که باز کردم کیسه خواب توشه، چاقو توشه، قطنما توشه، بسیاری که همین الان انا بقیت الله رو صدار شدنم پولم میذارم و را میفته. آفه خدا گواه. خب ببینید یه حتی اگر این نمادین باشه، حتی اگر نمادین باشه، این که فکرش بوده در مورد فکر کرده مهمه، این اون موقع دستشو میگیره. آره یعنی تو به فکر بودی. ما در روایت داریم که ما چرا دعامون برآورده نمیشه، میگه آخه اون دعا رو که وقتی سالمی نکردی که وقتی سالمی میگه خدا مریضا رو شفا بده. وقتی مریض میشی تو رو زودتر شفا میدن. من یه چیز داشتم عفوتون یادت بیاد، میگم مثلا ما وقتی یه نزدیکی عزیزی از خانوادهمون 5 روز دیگه مثلا تولدشه، از اون فکر میگم برای چیکار کنیم؟ خب یعنی واقعا راجع به امام زمان گاهی اوقات اینجوری نیستیم که ببینیم خب حالا 2 هفته دیگه نیمه شعبانه چیکار کنیم برای حضرت، یه ما دیگه نیمه شعبانه چیکار کنیم؟ این که میگیم بنده خدا اینجوری تو فکرشه خیلی قشنگه. ببین طرف یا نمیدونم جشن نمیدونم دندون در آوردن بچه‌ش میخواد بگیره. آره. نمیدونم این چیزه جدیدتر اومده که شأن این محیط و این زمان نیست بگیر آدم. خب میبینی از یه ماه از یه اصلا بچه‌نو به دنیا نیومده داره تو اینستاگرام میگرده که فلان بلاگر برای جشن نه آش دندونی بچه چیکار کرد، از الان تمهیدات میاندیشه. آره آره خب دیدید مظلوم ها دیدید گیر ما افتاده. لاله. در عمل دیگه ببین ما باید باور کنیم اینه دیگه. در روایت داریم اینا توانمندی های نظامی دارن، یه آدمی که اگه میخواد سلاح کشی بلده، قابده میتونه اسلحه استفاده بکنه، توانمندی نظامی مدیریت نظامی میفهم. یه کلام به شما عرض بکنم، من روایت ها داشتم آماده میکردم، خدا شاهده بارها یاد شهدامون میفتدم، یاد یکی مثل حاج قاسم میفتدم، یاد یکی مثل شهید باکری میفتدم، یاد یکی مثل حسین خرازی، مثل شهید رحمت الله علیه احمد کاظمی میفتدم. توانمندی نظامی، ساده زیستی، گوش به فرمان بودن. حالا میاد همه اینا میفرماد که آنگاه که عدد اون مورد نظر حضرت یاران حضرت کامل شد، به اذن خدای بزرگ قیام میکنه و بیدرنگ به جنگ دشمنان خدا میره تا خدای بزرگ خوشنود گرده. امام باقر میفرماد شباهت های با 5 تن از پیامبران داره حضرت مهدی جل الله، اما شباهت او به جد خودش قیام و شمشیر است، قیام مسلحانه است. بدونید پیامبر در مقابل شمشیر ایستاد و اون کسی که ازش دفاع کرد امیرالمومنین بود، اصلا ننداخ اجدها بشه، او هم شمشیر کشید و خداوند همونقدر که امیرالمومنین رو ستود شمشیرش رو هم ستود. لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفتح. امروز نبرد نبرد موشک هست، باید موشک داشته باشه. این واقعیت. اگر دوستان فکر کردن مثلا نمیگه معجزات نداره، اما در بستر از واقعیت شکل میگیره ظهور. ما باید اون تمهیدات رو فراهم بکنیم. اگر میفرماد امام صادق 1/3 مردم دنیا قبل از ظهور با بیماری میمیرن، شیعیان ما نمیمیرن، یعنی چی؟ خود نشون میده که شیعیان یه سیستم بهداشتی قوی دارن، پروتکلای حواسشون هست تو پروتکلای جهانی ذوب نشن، هوشمندانه برخورد میکنن. خب بسم الله اون تمهیدات کجاست؟ آفرین. اگر میفرماد 1/3 در مرگ سرخ میمیرن، در جنگ ها میمیرن، شیعیان ما کشته نمیشن. طرف نگران شد که آقا پس ما چی گفت؟ شما شیعیان کشته نمیشن، چرا کسی جرئت نمیکنه شیعه حمله کنه؟ به چه قدرتی رسید که حمله نمیکنه؟ اینا که دستشون برسه امام معصوم تیک تیک میکنن. اینه آماده سازی برای ظهور، ممهد بودن، تمهید دادن. یعنی همین من مبنا قرار بدم بگم آقا من در مسائل زیستی باید جز بهترین های دنیا باشم، در مسائل و واقعا تارگت بذارم. یای حاجی زاده میگه من سال 88 بود که بودشون فرمانده هوا فضا شدن، و بعد 20 خورده سال سابقه رفتم خدمت رهبری، برنامه با شور و هیجان داشتم میگفتم آقا من اینو اینجوری، هیچ وقت تماشا منتظر بودم
من از شما نقطه زنی و دقت میخوام، همین. اونا به من ربطی نداره، اینو بقیهش. گفتم چش، امروز میفهمی یعنی چی. که شما بزنی یک جایی رو بغل دستش یاد اون آدم کشتنش و همون محدوده که میخوای. علی که از مشکلاتی که روسا دارن که موشکای بالستیک فوق العاده عالیشون به اسم موشک اسکندر 200 تا 300 میلیون مرتبه میخوره، مردم مادی هم نبودن. اما اینکه فرمانده بسیار نظامی... هزینه برای بله، این موشکای بله، روسیه بله، بله. بله، اینکه فرماندهای نظامی آمریکایی‌ها میگن که در عین الاسد، فکر کنم مکنزی میگفت اینو، و در عین الاسد 10 متر بعضیشون این برام برخورد بوده. حالا بعضی اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، حیفم یاد نگم، بعضیا میگن که آقا این ساختمون مثلا چه خراب نشه، اصلا بنایی نیست. اگه میخواستن ساختمون خراب بکنن یه موشک خرمشهر میذاشتن، یه تونی دو تونی میبستن سرش، نصف اربیل میرفت هوا، قرار بود اونجا غیر عملی. اولا هیچ موجودی اونجا زنده نمیمونه، موج انفجار تمام مویرک ها رگ ها همه رو از بین میبره. خب و هیچ موجود زنده نمیمونه، موج انفجار نابودش میکنه. قرار نیست کسی تو خیابون کشته بشه 200 متر اونورتر. ما شیعان امیرالمومنین آفرین، یه فرقی با بقیه داریم، فرقمون هم همین. اصلا قرار از همین کارا بکنیم تا دنیا شیفته امام زمان اون بشه، بین خودشون اینو بین امامشون. چه تئوریسین های انقلابیشون هم. آقا ما یه سری انقلابی داریم که شوت تشریف دارن، بهشون میگم همین الان شاخص های انقلابی از نظر رهبر انقلاب به قرآن اگه بتونم بگم. من گفتم رفتم بینشون سخنرانی، گفتم یکی بلند شو بگم، گفتم پنج تا شاخصه معروف رو بگم. هیچکدوم نه تئوریسین، این سال ها به نداشتن معصوم فکر کردن و به این بدبختی و رنجش نداشتن امام معصوم فکر کردن و انقدر فکر کردن بر همه چی آمادن، مثل یه نفر که تو زندان سالها به فرار فکر کرده، هر درز در و دیواری میدیده به این فیلم کرده چه چیز میتونم برم بزن، هر چیزی براش سوژه رهایی میده. چون ما خودمون تو زندان نمیبینیم، ما خودمون محبوس نمیبینیم، راحت میدونم زندگی رو نمیکنم. آقا دلار چند قصه اینه. من این برمان میرم سخنرانی میگم تا ما به بعد قبلش استاد دلار چی میشه؟ چند وقت میشه اینجا دعوت بودم، گفتن اینا بازاریان بانی کار خیرن و جهیزیه مجیزه کمک میکنن، و گفتم چشم رو خودش با افتخار میدم تدا کم. بعد ماجرا اوکراین هم بود، گفتم به من تو را همینجوری میپرسیدن، گفتم من میدونم شما سوال اصلیتونی که دلار چی میشه، چشم اونو من حتما خواهم گفت. اول قبل رو واقعیت اینه دیگه، مبارزه با انحراف ها، مبارزه با تحریفات، برداشت های نادرست از دین. ببینید با سه گروه اساسیشون رو می جنگن: زر سالاران، مایدارا، زور سالاران، قدرتمندان و تزویری. این سه، ببینید دقیق کنید، بعد از امیرالمومنین که کنار زده شد سه برهه بر ما گذشت تا دوباره ما امیرالمومنین اما به حکومت بسید. برهه اول برهه تزویر بود، خود دیانت در نمید. بره دوم زور بود، بره سوم زر سالاری. این مثلث تا ابد همه، تا آخر زمان. پیمانکارای این ازت داریم روایت که میفرماد یه سری با روی سری روحانیون وابسته و دنیا پرست و جیرخوار ازت خواهد جنگی. وقتی دین رو دوباره معرفی میکنم گنه یه دین جدید آورده. خب اینا کیا؟ اینا پیمانکارای اون زر سالارا و زور سالارا. پول دادن بگو اسلام این شکلی میخوام، دین این شکلی میخوام. توجیه کن فساد رو، توجیه کن بی‌عدالتی رو. فکر کنه همین الان امام زمان در کنار خونه کعبه زور رو فرمان و یه عالم وهابی هم وایساده داره نگاهشون. یا آقا اسلام اینه، اون یه دین جدیده. و حتی وقتی می عالم نه در واقع شیعیان هم ممکن رخ بده، تعارف نداریم. یه گوشه هایش تو انقلابمون دیدیم. بله. طرف با امام بود، امام از مرجع تقلید بود، حس کرد. بله. مرجع تقلید بود. همین الان ما در حوزه یک جریانی شکل گرفته به اسم غیر تمهیدیون، میگن لازم نیستش ما مقدمات زور فراهم کنیم، اصلا ما نقشی نداریم. خب اینه فکر کجا میاد یا حضرت با اینا مقابله کنه و یارانش هم شیشتونگه.
حواسشم میشناسه خودشون دین شناسه. امام صادق میفرماد آزاری که قائم ما به انگام قیامش از جاهلان آخرالزمان میبره به مراتب سخت‌تر از آزاری که تمام پیامبران دید از کی از بمبرد از بت‌پرستی خیلی بیشتر از آزاری است که رسول الله از جاهلان دید از عرب جاهلی دید. راوی میگه گفتم چگونه میشود از اونها بدتر هم نمیبود. اما فرمود پیامبر به میان مردم آمد در حالی که آنها سنگ و صخره میپرستیدن. یه بت‌پرست میان چوب و تخته و ولی قائم ما که قیام کنند مردمان همه از کتاب خدا برای او دلیل میآورند و آیه های قرآن را برای او تعبیر میکنند. یه مستند بی بی سی داره پخش میکنه از یه روحانی که از ایران رفته ترکیه و همجنس باز. این همه قوم لوط ما تو قرآن داره داشت توجیه میکرد که حالا شدنیه. ما میشنویم مثلا میگه آه این برای حجابی تو قرآن نشونم بده. نه این آیه منظورش اینه. این آموزان کاری سختی کاریش اینه که در مقالی کسایی قرار میشونم باشه آه قرآن برات میخونم. امیرالمومنین وقتی ابن عباس و فرستاد با خوارج بحث کنه ازت فرمود قرآنی باشون بحث نکن. چرا؟ چون اینا قرآن تعویل میکنه. همین اتفاق اونجا میفته. جای دیگه حضرت میفرماد اما قائم در جنگ خیش ما مخالفان به دشواری‌های برمی‌خورد که پیامبر برخورد نکرد، زیرا پیامبر آمد و مردم بت‌های سنگی و چوبی تراشیده شده را می‌پرستیدند و گرفتار تعالیم انحرافی این شکلی نمود. لیکن قائم در هنگام قیام خیش با مردمی روبرو می‌شود که رویاروی او می‌ایستند و آیه‌های کتاب خدا را در برابر او و نظر او تعویل می‌کنند و در همین راستا با او به نبرد برمی‌خیزند. لله و دایشه چی می‌خونه؟ تو قرآن میگه تو بجنگه. شما فکر میکنی اگر داعش زمان روز عاشورا بودن چیکار میکردن؟ کاری که شمکر نمیکردن. بنده عرض میکنم شاید بدترم انجام بدترم میکرد. والا دیگه مونده بودن چه جوری شیعه بکشن، آدم بکشن، با برق میکشتن، تو قفس شیر مینداختن، آتیش میزدن، بنزین میریختن، بچه کوچیک میدادن، هدشات میکردن و اصلا شلیک میکرد. بله اینجاست که وظیفه یاران حضرت اگه فرستادشون تو اون منطقه علاوه بر اینکه مدیر اوناست، علاوه اینکه یه آدم مدبر نظامیه، پاسخ و شبهاتشون هم میده. تشیع و معرفی میکنه، عقلانیتش رو بهشونشون میده. امام صادق میفهمه آن گروه که قائم هنگام قیام خیش با او آنها کار میکنن، نجیبان، قاضیان، حاکمان، فقیهان و دینشناسانی هستن که برکت و مسحه الهی یافتن. به گونه که هیچ حکمی بر آنها اشتباه نمیشه. یه خدا بهشون عنایت کنه. یعنی انگار یه جرد جنابی الحکمه من قلبی الالسانه، یعنی این دلها آگاه شده، امام زمان دستی سرشون، اما اینا خودشون آمادن اینجا نیست قرار باشه اعجاز بشه. یا اواخر عرضمه مورد بعدی عمران و آبادی کشورها. یه کارشون اینه که کمک خواهند شما بشینید، منم اینجا نشستم، بیا براتون خطبه میخونم، روزه میخونم، برید زندگیتون رو کنید. به من چه مشکل آب و فاضلاب داری؟ به من چه مشکل خونه نداری؟ به من چه خونه ضد زلزله نیست؟ به من چه ضد حریق؟ به من چه تو بیمه هستی نیستی؟ به درک من قول میدم ولی زالینم خیلی قشنگ براتون بگم، قول شرف میدم، تجویدم مولا درزش نره. خب از خبرها نیستش. یه هنگامی که قائم قیام کند برای هر کشور از کشور جهای جهان فرمان روایانی برمیگزیند. به اسفی اقالیم الارض فی کل اقلیم رجلن، در هر اقلیمی یه نفر. میفرماد اینجاش خیلی قشنگه، احد و کفی کفک، میگه برنامه کف دستته. خیلی عجیبه اینا، یه کف دستشون که نگاه میکنن برنامه فرداشون رو میبینن، انگار مثلا حضرت اینا توی گروه عضو کرده. آره همه رو جون کرده توی گروه ببرن. چه روایتی داریم که تکنولوژی رو تایید میکنه؟ مثلا میفرماد قبل از ظهور مردم کف دستشون نگاه میکنن حضرت رو میبینن، خبر ظهور در آنی کل دنیا میچرخه، به زبان خودشون میشنون، میفهمن، میبینن. ببین مردم دنیا یه ماه پیش زلنسکی میشناختن؟ نه. کی میشناخت خدا وکیل؟ هیچی. الان همه میشناسن. چی شد به خاطر رسانه؟ میگه عهد کفی کفه، کف دست رو نگاه کن، برنامه کف دستت. فاذا ورد علیک ما لا تفهم، اگه چیزی برات وارد شد که تو فهمشو نداشتی، ولا تعرف القذافی، نمیدونستی باید چیکار کنی، برنامه چیکار بکنی، فنظر الا کفک، نگاه کن به کف دستت و عمل به مافیها، به اون چیزی که اون توه عمل کن.
یعنی دستورالعمل این تو الان قشنگ اینا رو میفهمی. اون زمان اون موقع گفتن کفبینی میکنن، نمیفهمید این چی. امام صادق میفرماد که یفرق المهدی اصحاب فی جمیع الولام، یارانشو پخش میکنه تو تمام شهرها. و یامرهم بالعدل والاحسان، میگه برید نیکی کنید، خیرخواهی کنید و کار بکنید و عدل. و یجعلهم حکاما فی الاقالیم، و یامرهم بعمران المدن، برید شهرها رو عمران آباد کنید. ولی از ظالین اینا نمیخواد، برید کار کنید. تواب فراوان یب اسو الى عمرائی به سائر الامصار، امصار یعنی مصرها یعنی شهرها، بالعدل بین الناس، کل مردم خیر برسانی با مردم، اختیار شیعه میشن، عشق میکنن مسلم، یعنی بابا خیلی خوبه. عموم مریات خلون فیدین الله واجب، وزراء المهدی و هم اخلص الوزراء و افضل الوزراء، یعنی قدرت اجرای فوق‌العاده‌ای دارن، خالص‌ترین و فضیلت دارن، برتری دارن نسبت به بقیه. یعنی اینجوری نیستش که حالا من به این رأی بدم یا اون رأی بدم، یه سر و گردن بالاترن، همه اینو تشخیص میدن. حتی جالب در روایات اسم بعضی از اینا اومده، شهرشون اومده، حتی قد و قوارشون اومده، تا لباسشون اومده. خب ویژگی ظاهری که برداشت عاقلانه بعد ازش بشه. میفرما اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم، میگه اینا جوونن توشون پیر نیست. الا مثلا الکول فی العین، الا که مثلا سرمه تو چشم، ولملح فی الزاد یا نمک تو غذا. حالا مثلا شما یه کیلو غذا دارید مثلا تو غذا باشه، چند گرمش نمکه؟ همونقدر اینا از 313 نفر یا از اون 23000 نفر یارانشون مسنن، کهولت سن دارن. خب و اقل الزاد المن، و میدونید که کمترین چیز تو غذا نمکه ازت میفرمان. خب من که همین الان برداشتم اینه که با توجه به جوانگیرایی که ما تو مملکتم داریم که مسئول جمهوری اسلامی جز یاران نیستن، اکثرا دو سه تاشون الله، آره اکثرا نیستن. یعنی چی؟ یعنی جوانهایی تو جامعه شیعه پرورش یافتن که همین فردا آقا ظهور کم یعنی لایق پست گرفتن افتاد. خب اینا کی باید پرورش بده؟ از زیر بوته عمل میان یا مدارسی شیعه گرفتن آموزش بدن؟ اینا رو ورزشکار بار بیارن، فقیه بار بیارن، علم دین بهشون یاد بدن. یه جمله حضرت آقا دارن میگن که فهمیدن که راه نجات کشور سپردن کارها به جوانان با ایمان و دلهای پر امید آنان است. این جمله رو گفتن. بله بله دقیقاً. راه نجات، این جمله شاید مال 14 15 سال پیشه و هنوزم و راه ظهوره و احسن این برم با همین یعنی نگاه، یعنی تأکیدی که بر جوانی مثلا جای دیگه داریم که میگه جسی میزنم میتونم بپرم روی مرکب. خب همین یه تستی بگیریم دیگه. بپرید جست بزنید که میتونید مرکب نرو صندلی بپرید. خب یعنی میخواد بگه شما اینقدر تربیت و نسلی در نسلی کردی که جووناتون اون لیاقت ها رو دارن، اون آمادگی ها رو دارن. ببینید یعنی یه کشور جوان این باید فرصت میبوده برای ظهور براش، نه اینکه بگیم مامان رئیس جمهور بیاد بگه که مثلا رو وقت بگی که تمام مشکلات ما در شستیان این لامصبا، یه روز درس می‌خواستن دانشگاه باید می‌زدیم، یه روز شغل می‌خوان، یه روز ازدواج می‌خوان، یه روز ما این مشکل ها. یعنی دقیقاً فرصت رو به تهدید تبدیل کردن، دقیقاً عکسی که کل دنیا دقیقا. هر آدم عاقلی می‌تونه انجام بده در واقع همین. یه سری ویژگی‌های حتی مثلا میگه با لباس اون باید یه یونیفرم دارن، لباسشون شبیه همه، به قدرت بدنیشون اشاره شده که توانمندن، یه اولش بده بیفته دو تا سفر استانی بره بند خدا فنرش در بره، نه خیلی قدرتمند توانمند. که امام صادق فرمود که از بلای تو کار شب کارشون از سیاست برنامه ریزی، به نهار سیاحت، فقط این ور من رفتن سیاحت فارسی که مستفاده میکنیم، نه یعنی گردش، نه یعنی این سفر اون سفر اینجا اونجا، هر لحظه اینجا طرف داره کارشون. ویژگی‌های رویشون که مفصله، مدیریت میدانی پس جدی قصه، بشینی رو صندلی و مثل برره‌ای مدیریت کنی هم چیزی نداریم. میفهمات علم و معرفت، ایمان، خشیت الهی، طهارت، تقوا، زهد، نه همه روایت دیگه در میاد من نمیخونم روایتاشو، بصیرت، عبادت، بندگی، توجه به خدا، دعا، ذکر، نیایش، اهل استغفار، شب زنده داری، چقدر پررنگه. صبوری، اتحاد و برادری، این دوتا آخری از نظر من همش مهمتر. براتون چند تاشو بخونم. یا الا هم المؤمنون حق، آقا اینا حقیقتا مؤمنن. ادا نیست.
فهم الذين وحدوا الله حق و توحید، جور اینا موحدن. من عرض کردم شیخ جعفر چه بسا از ابدال یا مثلا نجبا بود. شیخ جعفر در مورد امام خمینی جمله کلیدی داره عجیب، میگه که در اولیاء الله احد الناس به توحیدی که به دست خمینی رسید کسی نیست. عجب. شیخ جعفر کسی نبود واسه کسی همینجوری حرف بزن نوشابه وا کنه. گفت احد الناس، فکر همینجوری یه نفر میشه میان انقلاب انجام بده. مرحوم آقای طالقانی میگفتش که وقتی امام دستور داد بریزه تو خیابونه، گفت آقا همه رو قتل عام میکنن. چند بار تلفنی تکرار کرد، آقا صاحبش گفته تو انجام بده، حالا که میگن انجام بده. اینجوری نیستش که کار کنن رو نفسشون. شما وقتی خبر فوت آقا مصطفی رو میارم، اینجا بلند شد انگوشش رو فرش و پاشید وقت نماز. گفتن این چی بود؟ گفت دل کندم ازش. خیلی حرفه. یه بچه همون مریض میشه، اونا با هم بچه داشته باشه مثل آقا مصطفی که احسن با اون جایی ساواک از نظر من ایشون رو ترور کرد، برای اینکه بی نهایت نگران بود و میگفت ایشون راهش ادامه میده. و این خمینی دوه، با سواد، اهل، عارف، ارتباطات عجیبشون با مرحوم آیت الله کشمیری داشت. حتی عامل آشنایی آیت الله کشمیری و امام مرحوم مصطفی است. خب امام صادق میفهمه رجال کنه قلوبهم زبر، اینگار دلاشون تیکه های آهنه، ذره اینا ترس ندارن، اراده قوی، هیچی نرا در سوس نمیکن، لا یشوبه ها شک کنی، هیچی نرا به شک نمیندازه. فی ذات الله اشد من الحجر، شناخت خدا این از کوه سفترن. آقا این خیلی یعنی اصلا بمبست اینا نمیشنسن، از صد جا شکست بخورن یه جا دیگه میتونم. ما بخوام امروزیشو بگم بیشتر جوانا داره بچه پررو هم آدم نیستن کتاب. زمان جنگ همین جوری بودن. آقا هواپیما نداریم، یه فکری باید بکنم. هلیکوپتر نداریم، یه فکری باید بکنم. آقا اینجا گیر کردیم، یه فکر. رودخونه باید یه فکری باید بکنم. حتما یه راهی هست ما پیدا میکنم. اینه برای همه میگم این رویه واقعا که میگه مکتب حاج قاسم، یعنی که میخواید اینجوری بشید همین راهی که شهدا رفتن. ما فردا مراسم استغاثه رو خلاف هم میدونه محسن بگیرید بابا، بیارتی وسط تهران، نمیدونم خدمتش مترو اینا، به عمد ما مزار شهدا گرفت. که میگه مهدویتی که مسیرش مثلا شهدا یکی نباشه انحرافیه. آفرین. مهدویت نیست، این یه فرقه بازیه. آفرین. اون کسایی که ما این چیزی که حرف میزنیم در عمل انجام دادن، همون کسایی اونجا خوابیدن. بیاید اونجا سر اون قبرها بشینید حرف گوش کن. بریم بشیم استغاثه کنیم برای زوربا. اینم خوبه. زینت‌های دنیا آنها را نمی‌لرزاند، روایت می‌کنم. بیا با امام خودشون پیمان می‌بندن که از محارم الهی آلودگی‌های دنیا چشم بپوشن. چون طینتی پاک دارن، تقوای دارن. اینا دیگه فساد مالی و فساد کاری و قراردادهای نامشروع و این چیزا دیگه ندارن. جاذبه‌های دنیای دلشون نمی‌لرزه. عین امامشونن. می‌فهمات لباسا درشت و ضخیم و جوریه که عین مردم عادی عادی میشن، مثل فقیرترینان. می‌فرماد انقدر تو آخر زمان امیرالمومنین صیقل داده میشن مردم، یا خودمون تربیت میشه و تربیتمون میکنه، یا محیط تربیتمون میکنه. این کودکان کارو دیدید همشون زرنگه، ژنتیکشون مختلفه، کسی های که سفیده، کوتاه، یکی بلنده، مدل مختلف، یکی هر کدوم از یه جایی هست، اما همشون زبر و زرنگه. محیط اینا رو ساخت. میفهمه که خودتون تربیت شید، خودت اجبارن دیگه، اون فتیله چراغ دیگه. خدا میسازنده تو. میفرماد جور اینا سیقل داده میشن، این شمشیر رو آماده میشن و خدا هم عنایت ویژه بهشون میکنه، یعنی از علم الهی بهشون داده میشه. و خدمت شما عرض بکنم که امام رضا علیه السلام میفرماد که قدرت‌های ویژه‌ام خدا به اونها میده، مثلا اینکه در یک سرعت خیلی سریع به حضرت میرسن، زمین زیر پای اونها طی میشه، یعنی کنه اونها مثلا طی و لرزی داشته باشن. اونها بحثای مطرح میشه، بعضی از روایت میشه انگار سوار هواپیما، مثلا میگه شما رو سوار بر ابرا میبینید، مثلا با یه وسیله نقلیه میرن اینجوری. خب و اون شبی که اتفاق میفته میگه اونها بعضیشون تو عبادت هم، بعضیشون خوابن، به یک لحظه صدایی میشنون و خودشون رو میرسونن. بله اینم بگم خیفه، میگه
چون جالب و مهمه. میفهمد لهم فی اللیل اصواتون که اصوات ثواکل، میگه مثل زنای جوان از دست داده زجه میزنه شب، این اهل نماز شبن، اهل زجر. ببین نه فقط نماز شب یا نه فقط ورزش کار تو اما این حاج قاسم 63 سالش بود. چقدر ذهنمون به حاج قاسم میره. 63 سالش بود. قرار داشت آدم آروم داشت. کدوم جوان میتونست پا به پای این آدم میبرم برده؟ من میدید آقای دکتر داشتم فکر میکردم جریان آمولی یه تو ذهنم اومد. خیلی عجیب، یه شهر که 100 کیلومتری ایران محاصره میشه. رسانه ها داشتن اون موقع میگفتن رسانه های خارجی و رسانه های صهیونیست دنیا میگفتن به زودی آمولی قتل عام میشه و کاملا محاصره. بله. منتظر بودن رسانه ها که قتل عام بشه شهر آمولی. یه دفعه مثلا شهید سلیمانی با یه هلیکوپتر با چند نفر از روی محاصره رد بشه، شبانه بره وسط شهر فرود بیاد، جوونا رو از همونجا شکل بده، شهر رو از محاصره نجات بده، جان چندین هزار انسان رو نجات بده. یعنی دیگه بهترین الگوه دیگه برای منتظر زبور. یعنی همین که ما یادشون میفتیم، یعنی همین مکتب رو درست بکن زور شکل بگیره. این خیلی برای مهمه، چون میفهمه خیلی شکیبا و صبور هم قوم لمی یا من نو علالله به صبر، یه با صبرشون به خدا منت نمیذارن. خدا ما هم خیلی صبر کردیم ها، اگه صبر هم میکنن قرقرشون هم میکنن، مردم اینجوری هم. خب بعضی که طغیان میکنن، کفر میگن، چه وضعشه؟ چرا خدا به فکر کفاری همش؟ چرا هر کی آدم بدی تو این دنیا حالش خوب میشنویم این از مردم تو فقط یه خورده سخت؟ این اینا سکوت و با صبر قبل از زور آزموده شده. اینا بارها در بعضی موقع صبر بر مریضیه، بعضی موقع صبر، بعضی موقع صبر بر تهمته، صبر بر دروغه. شما میتونی جواب بدی اما این یه وحدتی به هم میخوره، سکوت کن. میتونی جواب بدی، کار نداری، یه زبونه تکونش میدی. خب بعد میگه خب چی میشه دشمن سو استفاده میکنه، ولش کن، ولش کن. هی مرده تام چی شد دروغ میگفتی تو، چیه تو خود خریدن از خودشونی؟ میتونی، باید این کار انجام بدی. و میفرماد که ساده زیستن که مورد تمسخر مستکبران قرار میگیرن. حالا الان مسئولین ما محل سکونتشون کجاست؟ مردم عادی رو ببینن رو از دوستان زندگی کنن. یه زمانی این خط پاستور بوده. بله. الان کجاست؟ بالای اتوبان همت. همه فرمانی زعفرانی و واژدانی و آخه بل... یه داره. حتی به غیر از منیریه و مشیریه و اینا. میگم اینا هم یه داره، بیاد این برای کمی. ساده زیستن، روی اشرافگری ندارن. میگه فوالله ما لباسه الا الغلیظ، والله به خدا که لباسش جز که درشت نباشه، ولا طعامه الا شجب، و جز خوراک خشک و ناگوار نمیخوره. عاشق حضرتن، میگه هی میرن دست میکشن به زین اسبش. در روایت داریم که توی دل این چیزا اصلا دل ازو نمیکنن. یه محبت عجیب غریبی به حضرت. میگه که وقتی از ظهور میفرمان تو مسجد کوفه سخنرانی میکنن، در روایت هستش که همه دارن نگاه میکنن، گریه میکنن، که سخنرانی گوش نمیکنن. یه چنان محو چه به حضرت میشن اصلا کس توجه نمیکنه. خیلی روایت عجیبیه. خیلی بس. چرا 1100 ساعت دیگه تا همین الان میگم شلو زور باشه تشنه شدن. انقدر آدمی که طرف بچه‌ش رو خونه میزد، بچه‌ش مریض شد. بعد میشناسم این که دارم قسم میزنم به خدا. میگفت این خوب بشه به خدا قسم گوش دست نمیزنم. گفتم همین. به خدا امام بده دیگه، نمیذاریم بلا که سر امام کاظم اومد حبس بشه. امام حسن اومد تمسخر بشه، امام علی اومد اون بلا سر امام حسین بیاد اینجا تعقیب کنه. قول میدیم دیگه ابد والله یا زهرا ما ننسا حسین، یا امام ننسا مهدیان، چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نداره. خیلی با هم رفیقن. یؤلف الله بینهم، یؤلف الله قلوبهم. برای شما انگار یه نفر همکار همراه کار من دیدش لوگوی من خوردی نه آقا می یه جه بنر ما میبینه سخنرانی، به خدا یه بنر پشت سرم نگاه کنم 150 تا آرم داره. نصف بنر آرما گرفت اون تا. خب اون که باید ببینیم اینا وظیفه‌تو انجام. نه گزارش کار درست کنیم، شرک سینمایی از مملکت درست کنیم، در هر جا رو می‌کنیم، این عمق نداره. یه دره، یه گزارش الک. خب گزارش دروغ بدی به والله بادانم جواب بدون دنیا. این خیلی خطرناکه. و هم کرارون، اصلا خسته نمیشه. یعنی از 100 بار مته بشکنه هی عوض می‌کنه. خب این نیستش که کوتاه بیاد. و فراوانه، حالا دوستان میتونن مراجعه بکنن، کتاب ها مقالات فراوانه در
شبکه اجتماعی فضای اینترنت که فرامون. اما قرار از این که امشب نکته که میخوام عرض بکنم، آمی فرمان هنوز واجای سلشو تشریف نبردن، 4-5 وقت داریم. آره، توی این بخش خدمتتون عرض بکنم این که امشب اون اتفاقی که باید بیفته اینه که ما حجت حداقل با خودمون تموم کنیم. اون وقتی مردم دونه کاری چیکار ندارم، میگم آقا این حرفا رو الان من شنیدم، اول خودم چی میدونم من پوست منو بیشتر خواهن کن، میگن تو حرفشو زدی، تو گفتی بعد عاملا باش میبودی دیگه. بعد یا بقیه عزیزانی که شنونده هستن این که ما چقدر با اینا فاصله، شروع کنیم بسم الله ببینیم کدوم اینا خلع داریم. از الان شروع واقعا واقع بینانه ببینیم فردا آقا ظهور کنه. ببینی اگر شما داری یه چیز انتزاعی و ذهنی داری میبینی ظهور رو، خب باش ولش کن، حرف قشنگه، خب چیز آرمانی بود. اما نه، اما واقعا صدقه میدی بر سلامت امام زمان، دعا میخونی، الهی از عمل بلا میخونی، دست رو سرت میذاری، نام مبارکش میاد بلند میشی، دست به سرت میذاری، این هاست. خب بسم الله شروع کنیم از یه جایی، قرار نمیشه همه یه شب اینجوری بشیم. اولا حکومت ما و دولت ما باید اینو سیستماتیک بکنه، یعنی تربیت ما تو آموزش پرورش به این سمت بره. بله. که آدمای سالم، سالم تعظیم ورزش، تحصیل و تهذیب نفس. این سه تا چیزی که خواسته شده، درسته؟ با همینه. بله. یه تن سالم داشته باش، عقل سالم داشته باش، اطلاعات خوب داشته باش و روح سالم. شروع کنیم بگیم آقا من چه علمی رو الان به دردم جامعه میخوره که من برم کسب بکنم به دردم. اگه دانش آموزی دارید حرف من رو میشنوید، دانشجویید، هر کاری میخواید بکنید عیبی نداره، همه تخصصا رو مملکت لازم داره. خب برید به دست بریم نیت امام زمان، والا اون درسی که وظیفت بوده بخونی که حقوق در بیاری، نون در بیاری، از این بعد دیگه میشه عین نماز شه. با این نیت درس بخون، بگو من پزشک بشم محبان حضرت و شیعیان حضرت درمان کنم، مهندس بشم خونه برای شیعیان، اون موقع خونه آشغال نمیسازی که با یه پنج ریشتر زلزله بیاد پایین، رفتگرم زیر پای شیعیان دارم جارو میزنم. آیه شما میرید حرم امام رضا میبینید 400 سال این کاشا نمیافت. اون کسی که کاشی میفت، آها کاشی حرم امام رضا سا درست بچسب. این واقعا اینه، ما همه این کاری مملکت اینجا شیعه خانه امام زمان اینجا اگه سرفراز بشه همه برمیگردیم که ایدئولوژی اینا چیه، محمد ابن عبدالوهابه یا حضرت حجت ابن الحسن العسکریه، اینا گفتن خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. امروز اینا واقعا سوالشون اینه که چرا شما رهبرتون فتوا میدید مثلا بمب اتم لازم ندارید، برای چی؟ تو این دنیا ببین چی شد، یا خب شرعی نیست، چرا؟ چون نمیشه فقط یه نقطه کوچیک زد، برای اینه، به همون دلیل که موشکمون نقطه زنه. و اگر نه یه موشکی که یه تون TNT سرش بستن اون هر جا بخواد تا 500 متر چیزی اصلا نمیذاره، برای خاک پودر میکنه، لازم نیست اصلا نقطه زن بشه، برای همین دلیل اونا نقطه زن نیستن انقدر که ما هستیم. خب این واقعیته. این اگر این نگاه شرعی وارد سیستم نظامی ما شد سلام نه، چه وارد پزشکی ما نشه. ببین من اینا سخته برام دیگه، گفتم این مملکت مسلمونن اصلا ولش کنید، آ پزشک محرمه باشه، اینم حدود و ثغوری داره، همینجوری نیستش که هر جوری شد محرم باشه، خب اما قبول باشه. بله. اما مثلا ما توی مملکت خودم به ازای هر 1,000,000 زن یک دونه اورولوژیست زنان داریم. خیلی فاجعه است. عجیبه. خب این همه دانشجو علوم پزشکی چرا نباید اینا تو تخصص جهت بدن به انسان؟ میبینی چه عرض میکنم؟ میخوام بگم این اعتقادات باید بیاد جامعه رو درست بکنه. افتر. یعنی عینیت پیدا کنه رو زمین. بگیم خب اون مدل ایدئال و آرمانی که امام زمان عجل الله انجام میده که ما نمیشه. اما خمینی هم یهو میگه اون عدالت که برقرار خواهد کرد مثلا ما نخواهیم تونست. معترفم است. اما خب یه 10% ببینیم چه شکلیه، یه 20% شما محقق کنیم چه شکلیه، کی باید این کار انجام میده؟ خود ما. این یاران حضرت بود میفهمه شب و به برنامه ریزی میگذرونن، روز هم دارن کار میکنن، نه اینجا گفته شه سر از کیش در میارن، نه از محمود آباد در میارن، نه بچه هاشون آمریکا درس میخونن، نه خب اینا چیتون میخوره به یاران امام زمان که میگه خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، که مزوران هر ماه میشه خدا انشالله این انقلاب و با دستان با کفایت رهبر انقلاب به دستان مبارک امام زمان برسونه. خب تو خب اولین کسی که گردن بزنه تو رو میزنه که خب به چه درد میخوری؟
احتمالا تو همون اولین نفری هستی که شروع میکنه قرآن باز کردن و تعویل کردن که اینجا میفرماد، یا مسلمونه که شروع میکنه نه تو اون نیستی، تو منجز دروغینی، شروع میکنه جلو حضرت ایستادن. خب من اینجا باید این برنامه ریزی رو انجام بدیم، ما باید مطالبه کنیم. وقتی نماینده مجلس ما صراحت هم میاد با افتخار میگه من نمیخوام شفاف بشم، نمیخوام بفهمم به کی دارم رای میدم. عجیبه واقعا. نه چرا میگه برای اینکه من تو خیابون به مردم جواب بدم. طولانی شدن این قصه خیلی عجیبه. آره خب من این آخرش تصویر میکنم، منتها آخرش که دوباره دور بعد رای بیارن، زهی خیال باطل زهی خیال خام. آره اون موقع ما دقیقاً به رقبای شما رای میدیم تا یه حالی به شما تو تاریخ هم ثبت بشه، بگن آره مردم بد تنبیه میکنن ادعی رو. خب و واقعیتش اینه، و چطور شما رود میشه دم از امیرالمومنین بزنی؟ بیا تو تلویزیون وایس تی جنبه بی که نه، من امیرالمومنین فرمود 1400 سال پیش همه چیزو جز اسرار محرمانه شفاف کنید. بله. برای کی؟ برای کسایی که چند سال از عربیت جاهلی در اومدن. اونا ایرادی نداره بدونن، مردم با ایراد داره بدونن، با به قرآن بدترین فوش به مردم اومد. یا اون چی که به قسمه ابن عثمان میگه، میگه بین تو و مراجعه کننده هیچ حائلی جز صورتتو نباشه. پیامبرم میفرمون بعد پیامبرم اشتباه نکنم میفرمون. حالا منظور یعنی چی؟ یعنی که شما ارتباط داشته باشید، بشینید از دور شیشه ماشین بدید پایین بگر لبخند مردم من آنالیز میکنم که امروز حالشون خوبه حالشون بده. خب اینا نمیشه که. ما با یه مراسمی بود روز کارگر توی یک از کارخونه های بزرگ. اول از اینجا خیلی سرده. خیلی سرده. آره. من دستم روز کارگر بود، عرض کنم که سال آیا دکتر نکته جالبیه، سال 94 روز کارگر، خب رئیس جمهور وقت آمده بود در مفنا، من اونجا مجری بودم. بعد پس اون روز معروف روز معروف. آره شما ما رفتم، خب دو ساعت زودتر رفتیم به اون مجری مراسم، رفتم ای این سوله رو دستگاه ها رو باز کرده بودن که رئیس جمهور وقت با لند کروز بیاد روز کارگر، از تو سوله رد شه، شیشه رو دادن پایین و ایشون از تو شیشه مثلا روز کارگر با اشاره تبریک بگه. هنگ کردم، یعنی اصلا آدم خیلی عجیب بود که مگه میشه خود روز کارگر آدم یه گپی با کارگر رو بزنه؟ خیلی برام روز عجیبی بود. یه نکته آیه دکتر من بگم، آیه دکتر جنبندی بفرمایم، گاهی خود به خودم فکر میکنم امام با اون عظمتش یک کشور رو بعد یک دنیا رو متحول کرد. شهید سلیمانی شاگرد امام میاد رو سوریه، عراق، حتی اثاراتی که توی افغانستان گذاشت، من نجات داد دو تا کشور و بعد کشور خودمون نجات داد از داعش. من بچه مسلمونه، بچه شیعه ای که مثلا توی اداره هستم، توی اتاقی، یه مدرسه ای، یه مغازه ای، یه جایی کار میکنم، یه نوک سوزن اگر اعتقاد داشته باشن اونجا رو بتونم متحول کنم. همون بخش کوچولو. آره همون بخش کوچولو رو محل کار، رفقا 5 تا 10 تا 20 تا رفیقامو بتونم با اون نگاه باید متحول کنم. ما امام نمیشیم، از امام واقعا بالاخره خیلی فاصله داریم، یا شهید سلیمانی با اون عظمتش. اما اگه دوستشون داریم با این نگاهی که آقای دکتر توضیح دادن، روایت هایی که گفتن، میتونیم یک بخشی اثرگذار باشیم. کاملا تو همین روایت هستش که من خیلی میشتم، مثلا بعضی یه کارمند جلو منو میره میگه استاد نمیذارن، به خدا من میخوام دارم نمیذارن. من میگم همین یاران آزم میگه هم شرارون، اینا مکرر بیخیال نمیشن، صد بار اگر شکست بخورن انگار دفعه اولشونه، دوباره برمیخیزن. این اگر ما ببینید، اگر افرادی که مایل به فساد و تنپروری و تناسایی و رفاه اشرافی گرن ببینن اعتراض بهشون نمیشه، ببینن همه کوتاه اومدن راحت میشه، اما حداقل اعتراض، حداقل کنیم. برای همین من بعضا بعضی به من میگن که آقا فلان جریان تو کشور مثلا آسیب زاه، میگم آسیب هایی دارد اما فوایدش بیشتره. میگم چرا؟ میگم اینا حداقل منتقدین خوبی هن. یا مثلا من میگن که آقا فلان افشاگر فساد فقط اصلاح طلبا رو لو میده، فلان اشراف مثلا افشاگر فساد هم فقط اصولگرا رو لو میده، میگم بازم خوبه این اصلاح طلبا رو لو بده، این اصلا حوزش تخصصیش اصلاح طلب فاسد اصلاح طلب یافتنه. دو تاشون با هم دیگه کامل میشن، درست شد. همه ی فرصت رو باید استفاده، ما باید برای افراد ناکارآمد فضا رو تنگ کنیم، سخت بکنیم. و البته معقولا یه موقعی هست من واقعا میبینم که آقا بین مثلا چه میدونم بین بد و بدتر باید انتخاب کنم، حتما بد انتخاب میکنم. خب اما آروم آروم اینو باید ببرم به سمت انتخاب اصلح،
گفت انقدر اصلح و صالح این قصه رو در آوردن یه روزی میرسیم به اینکه دفع افسد به فاسد. خب اگه عقب نشینی کنی اینه، میگه آقا برای اینکه افسد رای نره به فاسد من بیام انتخاب کنم، اما اینو باید ببریمش جلو آرام آرام بریم اون سمت که آقا ما میخوایم بهترین ها رو انتخاب کنیم و این افرادی که ذو ابعادن تو مملکت بیان بالا، اینجوری آموزش ببینن، آموزش جامعه ببینن، والا همین 1400 سال همینه، همین رو ادامه پیدا خواهد کرد. عرض کردم ما 1400 سال داریم تو عمل روانی شکست میخوریم، همین الان هم داریم شکست میخوریم. بله بله من دارم میبینم دیگه، میبینم مثلا چه میدونم موشک زدیم 1:20 و 5 ثانیه اولیش خورده اونجا، یعنی چه محاسباتی انجام دادن که صاف 1:20 زدیم، معنی داره اونجا فلان. بله. چقدر اینا خوبه، ساعت‌های 10-11 صبح خبر اومده که اینا بالاخره ما زدیم یا یکی کسی دیگه، 7-8 ساعت فرصت بوده برای جولان دادن دشمن، دشمنی که خدای رسانه است. سر ماجرا هواپیما اوکراینی همیشه، خب کی مثل ما تو دنیا جرأت کرد به امریکا، به خدا اگه روسا و اوکراین حمله کردن به خاطر اون جرأتی بود ما پیدا کردن که میشه جلو امریکا بود. جز اینه خب بعد چه اتفاق افتاد؟ 48 ساعت نکشته یه بلایی سرمون اومد و اون اتفاق بعدی که دو روز خیلی از این بچه انقلابه شروع کردن دفاع کردن و فلان یوی چه اتفاق؟ ببین اینا یه شوکی وارد میکنه مخاطب که دیگه قابل دفاع نکنه، معلوم نیست چیه، باز چه خبره. یا مثلا شما نگاه میکنی مثلا این آقای یحیی سری سخنگوی یمن، بله آقا هر اتفاقی میفته نفر اول اومده جواب، ما اینجا باید بگردیم آقا برو خدا به این زنگ بزن با اون زنگ، من خودم یعنی به این زنگ بزن با اون مسئول زنگ بزن با اون آقا چی شده، ما زدیم چی زده ما عراقی ها زدن تو عراق زدن کجا زده چه موشکی بوده. ببین باید همیشه چرا چون اون جامعیت باشه بگیریم، یه فرمانده نظامی من کار نظامی باید انجام بدم، از قضا من پنهانش کنم، این دیگه تصمیم یه جای دیگه است که بگین علنی کنه، شورای عالی امنیت ملی داریم حتما یه بخش رسانه‌ای داره. همه اینها ناپختگی های ما رو نشون میده. ببین تو یه جای پختیم، حالا غذای شما درست کنیم سیب زمینیش پخته باشن و گوشتش نپخته باشه به در خوردن نمیخوره، تو یه جای به پختگی رسیدیم، تو نظامیگران به پختگی رسیدیم خیلی خوبه، تو مسائل امنیتی یه پختگی پیدا کردیم، اما تو بخش اقتصادی ضعیفیم، ما تا قوی نشیم نمیتونیم دم از ظهور بزنیم، ما تحریم میکنن، همین الان گندم بهمون ندن، سویا بهمون ندن، بدبختی ما بخش قابل توجهی از خوراک دام و طیورمون واردات، همین الان روسیه و اوکراین دارن میجنگن، یه نگرانی بسیار جدی بر بحث کم بوده مواد غذایی و گران شدن گندم تو دنیا وجود داره. خب ما خودکفای گندم نباید کار بکنیم، تا حالا 4 بار 5 بار جشن خودکفایی گندم گرفت آخرش بله بله تو دورهای مختلف بازم همینه، تو همه مسائل تا به اون قدرت نرسیم نمیتونم از زور بدم و اینم بدونید چون آخرین ذخیره الهیه تا قدرت من نشیم نمیدهد خود، میگه من دیگه ندارم آزمایشی به شما بدم، 11 تا رو دادم به کشتن دادی، یه بقیت الله همین برام مونده، تنها ذخیره همیشونه، فلزا امتحانا رو قبلش میگیرم چون ندارم دیگه. یه مثالی بارها عرض کردم، یه کوچه بود بچه بی تربیتی داشت، میزدن شیشه پروژکتور رو میشکوندن، اداره برق هم میومد مینداخت دیگه، اداره برق نگاه کردید تا انبار یه دونه بیشتر پروژکتور نداره، نه آقا دزدی ها شروع شد، خفگیری ها شروع شد، تو زمین چاله چوله ها زمین خوردن ها شروع شد، یه اوغلای پیدا شدن رفتن اداره برق گفتن غلط کرد میشه بیان بزن، گفتن نه تضمین بود یا آوردیم زدیم سر شیکوندید چی ما دیگه نداریم، این نگرش امروز ما مطمئن بشیم بچه‌هاتون که بی تربیت نیستن. گفتن خب چیکار کنیم؟ نه یه راه داره، ما یه لامپ 100 میم واسه می‌کنیم، اگه با اون لامپ 100 ساختی با پروژکتور هم می‌سازی. قصه جمهوری اسلامی همینه، قصه مسلم ابن عقیل اینه، حضرت ابو عبدالله فرسوقی برو بررسی کن لامپ 100 بود، کسی که لامپ 100 رو شیکوند امام حسین بود، گفتن آقا امام حسین کی به شهادت رسید، میگم روزی که مسلم از دارالامارات افتاد پایین، نه عاشورا همون روز تکلیف امام حسین روشن شد، او بسم الله همین الان مگه دین از شما چی خواسته، امام زمان بیاد چی میخواد همین کارو الان انجام، اصلا شک داریم امام زمان بیاد مثلا در مورد اقامه نماز، مقابله با فساد، مقابله با رذیله های اخلاقی، دروغ، چه میدونم اتهام، افترا، امام زمان بیاد من نمازم درست میخونم، اول وقت میخونم، با توجه میخونم، خب الان ما بخونید با یه صبحی من بحث میکردم، صبح بیاد پیروان دین حضرت یحیان تو خوزستان خودم مثلا تو عراق هم هست، نه
مختصلا بشه میگم با آب میونهشون خیلی خوبه، باید کنار همش رودخونه باشه. بعد میگفتش که من قبول دارم پیامبر شما آخرین پیامبره و مهدی رو قبول دارم. گفتم خب پس چته؟ شیعه شدی که مسلمان شد؟ میگفتش که هر موقع ظهور کرد من همون موقع شیعه میشم. مثلا اگه مایل او باشی ببین یه نفر یه کریستیانو رونالدو دوست داره، یه جوونی مسی دوست داره، یه پیرنشو میخره، مدل موهاشو شبیه مدل من مدل موی دیوید بکام مد بوده، منم کسی یکی دوست داشته باشه شبیهش میشه. آفرین. بسم الله ویژگی اهل بیت هست. در ما خدمت امیرا گفتم میخوام کمکت کنم. حضرت میخوام کمکم کنم. عینونی بالورع والجهاد والعفه والصد. عفیف باش به من کمک کن. جهاد کن به من کمک کن. هر پریزگار باش، ورع داشته باش به من کمک کن. کمک به من اینه. نه چیز دیگه ای. خب اینا واقعا من از مردم میگم که آقا من میخوام به بچه مردم دانشگاه درس بدم. چقدر وقت براشون میذارم؟ آخ چون یه لایو یه ردیف کنید. برا هر جا بود وزیر شلواری اومده نشسته و کاراشو داره انجام میده. ها تو یه چیزی بخون فلان، یه چیزی بخون، در دقیقه من وقت بگم کارام انجام بده. اینه ثانیه ثانیه والله باید جواب پس بده. همین ثانیه که الان وقت مردم گرفتم تو سمرم بخوابم. میشم برای دعایی بخونم. میشه اصلا روبروی ما اما اون دنیا با جواب بس بده. چی به خورد مردم دادیم؟ چی ها گفتیم؟ و اینم انتظار نداشته باشن مردم که در مسائل دینی هر روز یه چیزی علم بشه. نه خیر. بخش قابل توجه از این تذکره. خیلی از این حرفایی که من زدم هم شما میدونستید. هم میتونید برید بخونید همه. قرار مانه شما با هم تذکر بدید. فذکر. قرآن بیشتر از اون که بگی یاد بگیرید یادشون بده میگه تذکر بده، چون خودشون میدونن کیه. دزدان به خدا میدونن اما نداره خوبه. پول میدزدن پیش آدم امین میذارن. من تو چون انسان فراموشکاره هی باید اینا از نسیان یک وجود تصمیه انسان از نسیانه یادش میره. هی باید تذکر ده بکی ما تذکر باید بده. این شب شبای تذکره. اصلا میگه ذکر بگو یعنی چی؟ هی یادت نره بالا سری کیه، نفهمی اصل است که کی بزرگترینه، کی منزهه، کی تک و تنهاست، یک دانه است. همین ذکر یعنی این علاوه ذکر الله تسمن نقول نه که سبحان الله دلت آروم شه، که دلی که دائم به یاد خداست آروم میشه. خب هر اتفاقی بیفته من حل میشه. زنده باشی. سلام. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بسیار من لذت بردم. امیدوارم شما هم استفاده کرده باشید. نکاتی که استاد فرمودن یه بخش کوتاهی خواهیم دید و انشالله عرض کنم که حاج مهدی سلحشور عزیز مناجات میکنند و در این فضای قشنگ گفت صبحی دیگر می آید شب زنده داران، از قله های پرغبار روزگاران، از بیکران سبز اقیانوس غیبت می آید تا ساحل چشم انتظاران، آید به گوش از آسمان این است مهدی. انشاءالله بشنویم. آید به گوش از آسمان این است مهدی، خیزت خروش از تشنگان این است باران، دیگر قرار بی تو ماندن نیست در دل، کی می شود روشن به رویت چشم یاران. متشکرم از استاد رائف پور عزیز. عرض کنم که من چند قدمی استاد بدرقه می کنم، فضا آماده میشه، یه بخشی میبینیم، برمیگردیم و آقای سلحشور عزیز انشالله حس خوب رو باز هم به شما منتقل میکنم. بفرمایید.